به نام خداوند جان و خرد. برنامه امشب ما اختصاص داره به فیلم خوب تومان. من مایلم راجع به این نسل جدید بیشتر صحبت کنیم و امشب کارگردان این فیلم و بازیگر نقش اول این فیلم که چهره تازه است و خوب درخشیده مهمان ما هستن. با هم برنامه تومان رو ببینیم. خب همونطور که گفتم مهمان برنامه امروز ما کارگردان و بازیگر فیلم خوب تومانه. آقای مرتضی شفرشباب خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. آقای میر سعید مولوی خیلی خوش آمدید. یک دوربینی هست، یک سلام علیکی. بکنید تا بریم وارد. خواهش می‌کنم. خیلی سلام می‌کنم. خیلی ممنونم از آقای جیرانی که ما رو دعوت کردم برای این فیلم و خیلی هم خوشحالیم که فیلمی که دوست داشتن. امیدواریم که بحث شنیدنی بشه. خب خیلی خوش آمدید فرشباب. شما آقای مولوی خوش آمدید. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. شما در جشنواره پارسال نزدیک بود جایزه رو بگیرین، چرخید جایزه رو نگرفتین. قبلا بهتون گفتم برخی تبریک میگم. بازی خیلی خوبیه. من چون تو ترکیب داورا بودم، رأی اکثریت داورا رو شما داشتید و خیلی ازتون در واقع دفاع شد و اینا. خب بازی خیلی خوبه. آقای مولویان قبلا تئاتر کار می‌کردی درسته؟ از چه سالی تئاتر کار می‌کردی؟ از سال 79 من درگیر بودم در واقع تئاترای مدرسه‌ای و از سال 81 دیگه به صورت حرفه‌ای که هزینه روزانه‌ام و اینا رو از تئاتر درمی‌آوردم. تبریز. بله. دست دانشکده تئاتر هم خوندی؟ بله. کجا خوندی؟ دانشکده نبی اکرم تبریز. تبریز؟ بچه تبریزی تو؟ بله، اصالتاً تبریز. بله. اونجا هم تئاتر بازی کردی؟ بله دیگه، من تقریبا اکثر سالایی که تئاتر بودم اونجا بودم. بعد ولی خب توی جشنواره های دانشگاهی و در واقع جشنواره فجر زیاد تهران می اومدم. ولی الان تقریبا 4 سالی که دیگه ساکن تهرانم. اصلا تهران؟ بله. متولد چه سالی هستی؟ 68. چه خوب. چطور شد اینو کشف کردی شما؟ والا ما توی مرحله‌ای، در مرحله ایده اولیه فیلمنامه که بودم، خب در ذهنم نوید محمدزاده بود، مربوط به سال قبل از ساخت سرخپوست و اینا. و از یه مرحله به بعد که دیگه ایشون همزمان شد فیلمبرداری ما با سرخپوست، واقعا نفر بعدی که مد نظرم بود در طی 5-6 ماه میر سعید مولویان بود. بابت اینکه ما یک حتی ما از ایشون اومدن دیدیم هم دیگر رو برای نقش عزیز، باز من دیدم چشما داووده، جستا داووده و اصلا یه جوری شده بود که نوید و میرسعید رو کنار هم می‌نوشتیم، یعنی به عنوان یه چیزی که خب این پلن آ پلن بی. و خود نوید جزو کسایی بود که خیلی به من این تشویق رو کرد و این جسارت رو داد که میرسعید استثنائیه. و ما یه تئاتر دیدیم مثل زندگی در تئاتر که بازیگر نقش یونس، ایمان سیاد برهانی و میرسعید که اونجا نقش یک پیرمرد رو بازی میکنه، دو نفری فکر میکنم 100 دقیقه اگه اشتباه نکنم، شاید هم بیشتر، میخوب تماشاگر رو میخوب. این تئاتر رو جذبت کرد که بهتر یا تئاتر دیگه هم دیده بودی؟ این تئاتر بیش از همه. ولی ایشون بسیار فیگور آشنایی بودن تو فضای تئاتری ها، یعنی اجراهایی داشتن که در طی سالیانی که اومده بودن تهران اجرا کرده بودن و جایزه رو درو کرده بودن، در واقع لیدر یک بندی بودن که از تبریز اومده بودن اینجا و تحت تاثیر قرار داده بودن تئاتر دانشجویی رو.
و من داریم نمیدم کار کردیم دیگه تو؟ من نه متاسفانه همبازی نشدم تو این درس. من دوست بودیم. بله بله من نوید تهیه کننده زندگی در تئاتر بود. همین تئاتری که در واقع شما رفت دیدیم. بله. کارگردانش کی بودون؟ آقای محمد برحمنی. محمد برحمنی. تئاتر گرفت از اون تئاتر که تو نقش پیرمرد دیدی میر سعید مولویان تو ذهنت باقی مون داره؟ اصلا تقریبا میتونم بگم که احساس میکردم که فاصله داره با بقیه انتخابای حتی مثلا سوپر استاره سینمای ایران به علت خاصیت فیزیک و ژستاش. یعنی من خیلی دلم میخواست که بتونه چهار تا فیگور رو بازی کنه توی این فصلا، یعنی داوود تنها کسی باشه که خیلی تغییرات محسوس کنه تو هر فصل و بدنش واقعا تو هر چهار فصل راه رفتنش، ریتم گامش، تمام این جزئیات بازیش خیلی در عینی که خیلی اکسپرسیو و بیانگره، خیلی اندازه است و بدون چیزه. به همین دلیل این تنوع بازی که تو اون 100 دقیقه تئاتر تو میدیدی ازش، این همه تنوع مدل بازی که داشت برای صحنه و ایده هایی که خرج میکرد خیلی منم به تواناییش مطمئن کرده بود. فیلم کوتاه بازی کردی تو؟ بله. ما کی کار کردیم؟ بیشتر با بچه های تبریز بودم. مثلا یکی از فیلم ها که خودم خیلی دوستش داشتم یه دوستی بود به اسم هادی امینی، ولی فیلم اصلا تو فضای رئال نیست، یه کاملا یه فضای سورئال داره، همه چیز توی کافه میگذره و در مورد یه قاتلیه که حالا درگیره، ولی متاسفانه هنوز فیلم بیرون نیومده. یکی از فیلم هایی که من خیلی دوست دارم هرچی سریع قراره بیاد بیرون و دیده بشه. خواهد از فیلم کوتاه چند دقیقه‌ای اون فیلم؟ اون فکر کنم 15 دقیقه است، یعنی آخرین ورژنی که من ازش، چون خیلی تدوین شده بارها و آخرین ورژنی که من ازش دیدم 15 دقیقه بوده و من خیلی دوستش دارم اون فیلم رو. و یه چیزی هم من بگم این بود که ما مطمئن نبودم میرسه قبه پذیره بازی کنه، بخاطر اینکه فیلم های سینمایی رد کرده بود. یعنی چه فیلم سینمایی رد کرده بود؟ چون فیلم نامه در واقع چیزی نبود که من احساس کنم یه چیز جدید من میخوام بازی بکنم، احساس بکنم همه اونا تو تئاتر برای من گذشته دیگه، ولی در واقع این فیلم نامه یه فیلم نامه بود که احساس کردم اگه بازی نکنم باختم واقعا. چی دیدید نقش داوود؟ چه چیزی ما توی اینجا فکر می‌کنم هممون از دست دادن رو دیگه خیلی حفظیم، از حفظیم هممون به یه نوعی، ولی این از دست دادن زمانی که تاوان به دست آوردن باشه، این خیلی چیز عجیب غریبی، یعنی یه کانسپت جذابی داره که میتونی اونو بیاری توی چهره، میتونی بیاری توی فیزیک، میتونی بیاری توی اون روایت صدات، حتی تغییر صدایی که میدی. داوود به نظر من کاراکتری بود که در واقع همه اینا رو با هم داشت و همون مقداری که به دست می آورد صدها برابر اون رو داشت از دست میداد، و این از دست دادن و این خم کردن یه آدم چیزیه که برای من احساس میکنم خیلی جذابه. یعنی اگه بتونی اگزاجره بازی نکنی که خیلی 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 تابلو باشه به قول معروف، من احساس میکنم این یه کاراکتریه که بازی کردنش خیلی خیلی دل میخواد و روحیه میخواد و زمان قبل و بعد میخواد برای اجرای اون کاراکتر. آقای فرشباف، ایده تومان چجوری اومد تو ذهنت؟ یعنی چی فکر کردی؟ فکرت چی بود؟ فکر اولیت چی بود؟ فکر اولی هم این بود که یکی از جنبه های آلودگی هم نسل های من به راه های متولد چه سالی هستی؟ من متولد جوانتر از صورت هم هم 64. هم دهه 60 دیگه، اینا آخر دهه 60 تا اول دهه 60 و خیلی آشکارا برام مشخص بود که اوضاع هر چی هر روز داره میره جلو، آدم‌ها سخت‌تر میتونن تخیل کنن که با یه مسیر نرم روزمره روحیه کارمندی بتونن یه زندگی معمولی برای خودشون بسازن، و با خودم فکر کردم که به همین دلیل یه سری از آدمایی که جاه طلبیایی دارن که براشون مسئله این که باید برن جلو به هر قیمتی مهمه و جسارت تن دادن به خطرات جاه طلبیاشون رو دارن، خیلی مسئله قمار یه چیز خیلی جا افتاده است تو فضای جامعه. یعنی آدمایی که، و چون من در گنبد به دنیا اومدم و اونجا دیگه در واقع گنبد و رشت شهرهایی هستند که مهد این موضوع هستند، یعنی آدم ها مثلا تو گنبد کاووس پنجشنبه جمعه ها واقعا شهر خلوت‌تره، بابت اینکه آدما میرن پای تماشای اسبا عاشقانه نگاه میکنن، پیش بینی میکنن، واقعا مهمترین تفریح یا خوشگذرونی
در طول هفته شونه، یه تمام هفته کار میکنن، سختی میکشن زیر تیغ تیز آفتاب گنبد. گفته قمار اونجا جا افتاده است. واقعا تو این سالها قمار اونجا جا افتاده بوده یا نه؟ دچار لکنت هم شده قمار؟ بسیار. اونجا همیشه، یعنی از زمانی که من مثلا یادم از 11 سالگی که اولین بار روی یک اسبی من یادم میاد که پیش بینی کردم، اگه کلمه قمار درست نباشه، در واقع جزء چیزای رسمیه، یعنی اونجا پایگاه داره، در واقع دولت داره کمک میکنه و به اسم یک سری ایستگاه‌های پیش بینی داره برگزار میشه مسابقات اسب دوانی. ولی موازیش وقتی که برگه‌های توتو اومد، میشه مثلا مال 15 16 سال پیش، که آدما 20 30 تا بازی رو بعد امتحان میکردن که اگر همش درست در بیاد یه نتیجه بگیره، دیگه وضعیت کاملا مثل یه هرج و مرج شد از لحاظ اینکه 24 ساعت آدما یا درگیر فوتبال بودن یا درگیر اسب دوانی و یه جوری مدام و تخیل این که میتونن در طی 90 دقیقه یک فوتبال یا در طی یک دقیقه یوسمه یک اسب به یک چیزی برسن که بعضی از مشکلاتشون حل کنه. چون این شرط بندی رو اسبا رو نگرفتن اونجا هیچ وقت نگرفتن. چون مثلا من یادمه که پدر من یادم نمیاد، ولی پدر من یادمه که شرط بندی میکرده رو اسبا و در واقع یکی از تفریحشون شرط بندی بوده. من که خوردیم نسل ما این میدان اسبدوانی همین پارک لاله، بله پارک لاله که میدان اسبدوانی بود، در واقع اونجا خراب شده بود دیگه، پارک لاله شده بود دیگه، میدان اسبدوانی رفته بود خارج شهر و دیگه خارج شهر رفتن یکم سخت بود، ولی مثل که ظاهرا اونجا قبلا اونجا بافت فرهنگیش اینقدر وابسته است که خیلی به طور ترکمنان خیلی روزای سختی رو گذروندن در طی این سالیان برای اینکه بتونن حق و حقوق خودشون رو داشته باشن، ولی واقعا این دیگه خط قرمز بود براش. یعنی من احساس میکنم که به فرهنگ ترکمن یه رابطه عاشقانه وابسته افراطی داره به این مسابقات و برای اونا یه بخش خیلی جزئیش این داد و ستد مالی قمارشه. این قمار حالا هم از تو سوال میکنم اینجا تو قصه چه معنایی میده؟ این مبارزه ای که داره میکنه، این قماری که داره میکنه تا مرحله آخر میده، چه فکری بوده پشتش ده؟ از تو داشتی؟ فکر این که چقدر تو حاضری و باور داری به اینکه توانایی پیشگویی و توانایی درست حد زدن و یک احساس اینکه تو یک ابرمردی، وقتی که تو و به همین دلیل مدام سعی میکنی پیشبینی ها و قمارهای سخت‌تر و پیچیده‌تری بکنی. میشه گفت جامعه‌ای که به بازی نمیگیره آدم رو، آدم میخواد خودشو ببینه تو این بازی، خودشو برسونه که من بازی بگیری، من هستم، من حضور دارم، من میخوام باشم. اصلا تمام مسئله دقیقا اینه که اون آدم در توی یک جمعی تو ابتدای فصل بهار مثل یکی از همه است. یعنی انگار هویت فردیشو تا زمانی که قمار میکنه نمیتونه داشته باشه. اون یه کارگر مثل بقیه کارگرها و یه جور اینکه اون حاضر میشه در ازای اینکه تمام وابستگی‌ها و تعلق‌هاش رو ریسک کنه روشون، رو رابطه‌هاش که از دست بده مهم نباشه، در ازاش حاضر باشه که در مثل یه موقعیت فاستیه، می‌دونی؟ یعنی در ازای اینکه تو این جاه طلبی رو بکنی، این ریسک رو بکنی که اولویت اولت اون موضوع باشه، فقط برای اینکه دلت می‌خواد به اون هویت، به اون سقف برسی، تاوان داره. و تمام نگاه من، فیلم من این بود که باشه، من میخوام یه برنده‌ای داشته باشم که بیشتر از این دیگه نمیتونه ببازه. برنده نبود، بازنده بود، ولی در این حال برنده بود و بازنده بود. دقیقا. و این پایان زیباش همین بود دیگه. تو گفتی یه چیزی رو از دست دادن ما عادت کردیم. چی رو از دست دادن عادت کردیم؟ توی اینجا من احساس میکنم که همین بحث هویتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. یه چیزی رو بگم، چند وقت پیش یکی از شاگردای، البته جسارت نباشه میگم شاگرد، ولی خب چون تبریز در واقع هم خودش پرورش میده معلم و اینا، در واقع ما توی تبریز که داشتیم تدریس میکردم، یکی از شاگردای من بعد دیدن فیلم برگشت گفتش که برای من همیشه عجیبه اون آدمایی که از فقر و فلاکت میرسن به یه جای بالا، برمیگردن میگن که من افتخار میکنم که از اونجا اومدم. میگه که اصلا اگه افتخار میکنی چرا تلاش کردی که بیای برسی بالا، و اگه الان اومدی رسیدی چرا داری این حرفو میزنی؟ و این حرف قابل روحی همیشه تو ذهن من بود، این شاگردم که بعد بارها فیلمو دیدن میگفتم که خب واقعا همینه، یعنی چه افتخاری وجود داره وقتی تو داری میگی که
من این همه چیز رو دارم از دست میدم در طول زندگی، مدام بارها از آدمهایی که به ناحق دارم از دست میدم، از در واقع وضعیت اجتماعیم که به چیزی که من دارم در میارم و چیزی که دارم خرج میکنم هی دارم از دست میدم و مدام این اتفاق داره میفته. الان یک نفری هست که این کاراکتر داووده که هویت رو در این در واقع جا به جایی طبقه اجتماعیش میبینه، یعنی تا اون لحظه ای که طبقه اجتماعیش رو جا به جا نکرده خودش رو داره یک هویت نمیدونه و این اون چیزهایی رو که داره از دست میده، اون معشوقش رو که از دست میده، دوستایی که از دست میده، خانواده‌ای که از دست میده. ما مثلا در طول این فیلم هیچ وقت از خانواده داوود حرفی نمیشنویم، از پدر مادر داوود حرفی نمیشنویم. چجوری ممکنه همه این آدما خانواده دارن و ما یک چیزایی داریم در موردش میبینیم ولی داوود رو نمیبینیم؟ و یه جایی وقتی برمیگردم میگه که داوود براش میخواد به همه نشون بده که هیچ کس براش مهم نیست. من احساس میکنم این همون بخش داوود بود که من خودم به شخصه اونو ندارمش، من دوست ندارم از دست بدم و این از دست دادنهای مدام در زندگیم داره به من فشار میاره. و خب این هویتی که داوود داره برای خودش میسازه در فیلم برای من خیلی عجیب بود. یعنی اول که باورم نمیشد، میگفتم که خب یه سری جاها داره اغراق میشه، تا زمانی که رفتم و اتمسفر خود گنبد رو دیدم و دیدم چند نفر جمعیت داره گنبد، همشون همینن، یعنی مطلقا همشون داوودن، با حالا با درجه ها و دوزهای متفاوت دیگه، ولی داوودن. یعنی خیلی جالبه که تو هر جای ایران من وقتی دیدم یه گروه فیلم برداری بوده، مردم خیلی پیگیر دنبال گروه فیلم برداری بودن، ولی توی گنبد اصلا اینجوری نبود. وقتی ما توی پیست بودیم و همه اون در واقع سکانس ها مستند گرفته شده دیگه، ما بین جمعیت بودیم، لای جمعیت بودیم، مردم اصلا توجهی به ما نداشتن چون اسپا همه چیز مردم بودن، اسپا هویت مردم بودن، ما اونجا هیچی بودیم، ما اصلا اهمیتی نداشتیم براشون. و یهو من رفتم دیدم یه همچین کاراکتری اینجا داره رشد میکنه و این هویتی که به دست نیاورده رو داره توسط اون آدمهایی که داره این هویت رو بهش میبخشن هی داره از دست میده. آقای فرشته، تو حرفای میرسعید مولویان یک چیزی وجود داره خیلی مهم، بحران هویت. تو هم قبول داری که الان ما دچار بحران هویتیم در شهر؟ خیلی جدی، یعنی جدیتر از قبل، حتی قبل نزدیک. بخاطر اینکه من اصلا سوالی که تو این فیلم دنبالش میگشتم و جوابشو واقعا خودم هم نشتم این بود که آیا تو میشه طبقهش، آدم میشه طبقهشو عوض کنه با پول؟ این آدم میتونه با امکان، صرفا با امکان یک شبه تغییر طبقه بده؟ و رویای آمریکایی همین بود، کاملا فکرم رویای آمریکایی جابجایی طبقه بود. اگر اصلا یکی از چیزایی که رفرنس سینمایی من برای فصلهای بهار و تابستون سینمای دهه 70 آمریکا بود. یعنی از ایزی رایدر و آلتمنا و آره، اون رویای آمریکاییه کاملا، همشون هست. یعنی پرسه زنیای اون مدلی و یعنی اونجا جابجایی طبقه است، همه تو ایزی رایدر، تو همه اینا هست کاملا. و من فکر می‌کنم نمی‌خوری به ایزی رایدر، اینا رو بعداً دیدی نسل نمی‌خوره که. بله، من خب خیلی فیلم می‌بینم، یعنی به شکل اعتیادآوری فیلم می‌بینم و همه چی هم، یعنی برای خودم هیچ فیلمی از اون فیلم دیگه با پیش‌داورانه از یه شأن بیشتری برخوردار نیست. یعنی همه ژانرها رو دوست دارم. و نه منظورم که دهه 70 دهه نسل تو نیست، آره دهه نسل ماست. تو باید دهه 80 و دهه 90 نسل، دهه نسل تو بشه. بله، ما نمیشه دهه 90، دهه 90 باید نسل. بله، ما نسل تارانتینویم دیگه. آره، نسل شما چون دهه 70 مثلا ایزی رایدر رو یا مثلا مترسک جیش هست بگو، یا مثلا فایو ایزی پیسز، آره اینا هنسطی آسان رو دیگه. اون اصلا اینا در واقع فیلم های نسل ماست و فیلم های باب رافلسون دیگه. اون یه فیلم هم داره به نام پرسی دوباره زنگ میزنن، بله، ورژن مجددش. یا مثلا میلوش فورمن فیلم های خیلی خوبی که اومد تو اوایل فرمان براشانی فاخته که اینجا خیلی هم گرفت داره. بله، تیک آوت خیلی اصلا دهی افتاد دهی قریبیه، اصلا باور نکردنی. دهی افتاد یک دهی گفتمان خاصیه. اون به اون گفتمان هم تو اعتقاد داشتی؟ خیلی، یعنی من اعتقاد دارم که در اون گفتمانه که کاساویتیس میتونه به دنیا بیاد، یعنی در اون گفتمانه که یه نوعی از تجربه گرایی به جسارتش به جوونا داده میشه، سازوکار اقتصادی. شما فکر کنید الان ایزی رایدر رو کمپانی پشتش کولومبیا پیکچرز و یونایتد آرتیست بودن، یعنی 5 تا فیلم رو اینا حمایت کردن، یعنی سینمای جریان اصلی اومد از اینا حمایت کرد و تو پخشش این اصلا دهه 70 دهه‌ای که جریان اصلی غالب کشید عقب و
کمک کرد به نسل جوان که بیاد داخل سینما و حرفاشو بزنه. بله. این حرفایی که نسل دهه 70 زد، تو میری فیلمای دهه 70 رو دوست داری؟ به اسم نمیتونم چی کنم چون احساس میکنم شاید اشتباه بکنم، ولی خب در واقع پرواز بر فراز آشیان فاخته و یه سری از فیلم های این دستی رو بعد دیدم، ولی خب نمیتونم سلیقه‌ای برخورد بکنم. سینما مورد علاقت چیه؟ من هانتکر رو خیلی دوست دارم، سینمای هانتکر رو بعد، ولی یه فیلم محبوب اگه بخوام اسم ببرم نفرت متیو کازوویتس در واقع. بازیگر مورد علاقه؟ دانیل دل لوئیس خیلی دوستش دارم، مخاطر اینکه خیلی شبیه هم، یعنی دوست دارم که اون نگاهی که اون داره، اون تحقیقی که اون داره در مورد در واقع نقششو، و شومپن رو خیلی دوست دارم، اینا نفر رو. چه خوب. ببین پرش باب، یه چی تو کرومان خیلی خوب در اومده. ها این بازیگرم اومد، پرویز احمدی قرار نبود امروز بیاد؟ چرا؟ نیومده میزید. خانم موسوی آخرین آپدیتش رو میتونه. خانم پرویز احمدی این توی فیلم خیلی خوبه. این آقای مشتاق پیرزاده است اگه اشتباه نکنم. اصلا پرویز فکر میکنم این شمایل تازه است تو مشتاق پیرزاده. خانم خودش بله ایشونه. بله هستن میان. هستن. مثل اینکه. آره چون خیلی خوبه توی این قضیه، خیلی خوب بازی کرده اینا. بس. انتخاب بازیگرا انتخاب اولی بد نیست که به انتخاب پیرزاده و انتخاب پردیس هم صحبت کنیم. بله پردیس در واقع اون زمان که نوید کست شد، خانم فرشته حسینی هم به عنوان کوپلشون، چون خیلی صورتشون به سیمای ترکمنان نزدیک پردیس. فرشته حسینی منظور اون بازیگری که توی چیز بازی کرده بود، توی سونامی هم بازی کرده و توی فیلم چیز هم بازی کرده بود، فیلم برادران محمودی. آره برادران. بله و خیلی با هم کوپل جالبی شده بودن تو عکسایی که گرفتیم و حتی عکس نوید اومد عکسم گرفت نذاشت. ما تمرین می‌کردیم مال این یه هفته. بله. و یعنی قبل از زمانی بود که ایشون داشت می‌خواستن برن ونیز جایزه‌شون رو بگیرن برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا. اون زمان ما تمرین شروع کردیم، بعد ما یه پازی شد، 8 ماه فیلم متوقف شد و دیگه وقتی برگشتیم نوید سر سرخپوست. چرا متوقف شد؟ به دلیل مشکلات در واقع پروداکشنی و زمانبندی، یعنی ما یه حتی تو مثلا تو کستمون، کستای عوامل فنیمون هم و سفرم رفتیم، خیلی هم کارامونو کردیم، یعنی حدود یک ماه پیش تولید جدی، کمتر از یک ماه سه هفته پیش تولید جدی هم کردیم، ولی به یه شرایطی خوردیم که مجبور شدیم به توقف و بعد یه فصل از دست دادیم و بعد به یه جایی رسید که من باید دیدم که به شکل ترسناکی داره تو مغزم همه چی بیات میشه و اون چیزش درخشش بیمزه میشه یکم و فکر کردم به خودم که من باید تحت هر شرایطی شروع کنم و نقطه آرامش هم میر سعید بود و خیلی در واقع مشتبه و فردیس هر دو انتخابای اول بعد از اون ماجرا بودن، یعنی وقتی ما وارد فاز دوم شدیم که بالاخره بریم تو پیش تولید و آقای سعدی اضافه شدن به پروژه، هر دو جزو انتخابای اول بودن. پردیس و راستش خیلی صورتش به نظرم به ترکمنان نزدیک بود و بسیار بازیگر میلیمتریه، یعنی جزو بازیگریه که خیلی دلش میخواد که باش حرف اندازه و میلیمتر و یه ذره این برای یه ذره، یعنی بیشتر از اون که دلش بخواد با هم مود بسازین، دلش بخواد که آن کادر رو تمیز تکلیفش روشن باشه و غیر ممکنه که اون رو دست بزنه، یعنی اینجوری برای من خط نگهدار پلانام بود واقعا. مشتبه هم صورتش برای من عزیز یه آدمی بود که باید نقطه تنها آدمی بود که خوبی مطلق، یعنی به نظر میرسه خود کاراکتر خیلی بالا پایینی نداره و یه جور قرار بود تعارضی باشه که در مقابل ضد قهرمانمون بالانس کنه دیدگاه های فیلمو و خیلی من عاشقانه عزیز رو دوست داشتم، یعنی من عزیز اون آدمیه که همیشه آرزو دارم که خودم باشم و من دیگه خیلی برام ریسک داشت که صورتی میخواستم که تو ثانیه آدم باش سمپاچ، یعنی دارم میخواست هر کس میبینتش نفهمه چرا عاشقش شد و فکر میکنم که مشتبه پیرزاده یه قلبش خیلی تو صورتش معلومه و خیلی آدم راحت باش همراه میشن، یه گرمای ذاتی داره. من فکر کنم تو فیلم تختی هم دیدمش، فکر کنم اشتباه نکنم اصلا از فیلم ما رفت سر تخت. آره تختی هم دیدمش، آره تختی هم بازی کرده. آره
البته فیلم دورمیشن هم بازی کرده، فیلم مجبوری من بازی کرده. حالا فیلمای دو فیلمای آقای برادر محمودی اصلا یه سریال که نقش اصلیشو بازی کرده. اونو من ندیدم. شکستن همزمانه. ندیدم. ولی چیزو نه فیلم تختی من یادمه تختی بازی کرده. از فیلم شما رفت سر تختی دیگه. آقای ملکان دید بردش سر تختی دیگه. آخو سلیقه. بله بله. آره اتفاقا تو تختی هم خوبه. من تو تختی هم دیدم خوبه. تو مجبوری من خوبه. به نظر بازیگر استثنائیه باشه، یعنی خیلی جاش خالیه امروز. عجیبه، تو از بهمن با خانم فاطمه معتمدآریا ترکیب چهرهای جدید، فاصله بهمن و تومان فاصله زیادی نیست دیگه. آره راستش من فکر میکردم که، یعنی من فکر میکنم که تو دو تا فیلم اولم تجربه بازیگردانی اصلا من نداشتم. یعنی من بعد از اینکه تجربه دو تا از سر گذروندم فهمیدم هرچی توی اون دو فیلم قبل فکر کنم خانم متوجه چقدر لطف داشتن به من که خیلی آشکارا مخالفتی نشون نمیدن برای این همه تئوری بافی من. یعنی فکر کنم که وقتی دوربین روشن میشه بازیگر تنهاتر از اونیه که تو با حرفات وقتی میگی دوئت بعد تماشاگر بفهمه، بیننده بفهمه که تو دوئت بازی کردی، تو همین تجربه بازیگری داری. بله و فکر و متوجه شدم که بازیگر وقتی دکمه رکورد زده میشه اونقدر تنهاست که اون تئوری بافیای جلساتی که تو میشینی به تحلیل و موشکافی ویژگی‌های کاراکتر میرسی فقط بیشتر پیچیدش میکنه. یعنی من فکر کردم که یه جور رابطه ایه که تو این فیلم تجربه کردم اینه که بازیگر فقط باید به تو اعتماد داشته باشه که هر نتیجه و هر کاری که میکنه تو در نهایت تو و تدوینگر مراقبش هستی و فقط بهش اجازه بدین که بالاشو باز کنه. یعنی من فکر می‌کنم که اینجا بازیگردانی کردی دیگه تو این اینجا دقیقاً. یعنی من تا یه جایی به بچه‌ها کیو آر رو دادم و از یه جایی به بعد بچه‌ها منو بردن. یعنی من از روز 40 فیلم برداری به دلیلی که ما قرار بود خونه دم آب باشه و عوض شد مجبور به بازنویسی سر صحنه شدیم و من با خودشون چک می‌کردم. یعنی من می‌گفتم الان تو اینو میگی، یعنی انقدر دیگه سوار کاراکتراشون بودن که به نوعی رابطه وابستگیمون، یعنی خودشون متر بودن برام، نظرشون، یعنی یه جوری با هم کشفش کرده بودیم و من بهشون فضا داده بودم که ریسک کنن و تو ریسک کردنش یهو احساس کردم که حتی قصه رو با هم جلو می‌رفتیم، یعنی تغییرات قصه رو با هم جلو می‌رفتیم. راستش یه ذره فرمش نه، یعنی چارچوب قصه نه، ولی بافت. چرا؟ یعنی بافت جزئیات توی میزانسن میزانسن و دیالوگی خیلی آزادی. یعنی بچه‌ها این حق رو داشتن که دیالوگشون رو جابجا کنن و تغییر بدن. این حق رو داشتن که سکانسشون رو حذف کنن. بیشترین چیزی من به احساس من بیشترین ببخشید. خواهش می‌کنم. بیشترین دراماتورژی که این وسط انجام داد ایمان سعید برهانی بود، من فکر می‌کنم. و واقعا بر ما هم یه همچین حسی بود، ولی خب بافت قصه به قول خود مرتضی نه، ولی اتمسفر رو چرا مثلا مرتضی این اجازه رو میداد؟ چون یه جایی شد مثلا ما صحبتمون این بود که مرتضی منی که دارم این آدمو بازی میکنم، من احساس میکنم نه فقط من ها، همه بازیگرا در واقع تک تک این پنج نفری که شش نفری که هستن داخل فیلم اینجوری بودش که خب ما که داریم بازی میکنیم ما اینجوری داریم فکر میکنیم، ولی خب همه چیز در نهایت از یه فیلتری میگذشت و اون فیلتر شکل دیالوگ نویسی و اون مرجعی بود که خود مرتضی دیگه مرجع همه ما کاراکترها برای بازی با بود دیگه. خیلی روونه این چیزا تو فیلم، یعنی خیلی رابطه ها روونه، خیلی دیالوگ ها روونه، یعنی این نشان یک تفاهم و یک همکاریه دیگه. یعنی در واقع وقت حال آدم ها، من معتقدم پشت فیلم خوب باشه حال فیلم هم خوب میشه. یعنی این نکته که همیشه چیزه، حال همتون خوب بوده موقعی که داشتین اجرا می‌کردین و اینکه هر کسی که بیشتر عرق می‌ریخت سکانس می‌گرفت. یعنی یونس، شما فکر کنین بازیگر یونس ایمان سعید برهانی اصلا قرار نبود در کلبه زندگی کنه و تمام اون سکانسایی که تو تابستون می‌بینینش من براش نوشتم. یعنی شو قرار بود یه کاراکتر فرعی چهارم فیلم باشن که الان اومدن تو این درجه از اهمیت. یعنی اگه دقت کنین متر زمانیش اونقدر زیاد نیست کاراکتر یونس، ولی تاثیرگذاری دراماتیکش خیلی زیاده. نقش عمده، نقش چیز داره دیگه، چرخش نقطه چرخش اطفا دستشه و اینو به دست آورد ایمان با عرق ریختن. یعنی واقعا دو ماه تمرین استوانی تمام بدنش کبود بود. اگه بازیگرا چهرهای خیلی معروفی هم بودن تو این ارتباطا رو میتونستی به دست بیاری یا نه؟ من خود منم سوال دارم میشه. فکر میکنم که
بستگی داره به چه بازیگر. یعنی الان تو ذهنم یه لیست خوب‌ها بدها درست شد، فکر می‌کنم با اون لیست خوب‌ها میتونم و لیست بدهای تو ذهنم نمیتونم. یعنی فکر می‌کنم که همش به ذوق آدم‌ها ربط داره، اینکه چقدر هنوز نسبت به حرفه‌شون میتونن سر ذوق بیان. یعنی من فکر می‌کنم این یه پاسکاریه. یعنی من فکر می‌کنم یکی از دلایل موفقیت این تومانی بوده که همه عواملش فیلم اول بودن. آقای نجفی اولین فیلمشون بود فیلم اداری میکنن، آقای مرتضی فربال اولین فیلمشون رو طراحی صحنه میکردن و این عوامل اصلی هممون داشتیم یه تجربه تازه میکردیم تو اونجا و این اون چیزیه که به نظرم همون گرمایی که شما میگین، یعنی آدما خوش میگذشت بهشون تو کار کردن و روز نمیشمردن که تموم شه. بالا رجوع فیلم بردار اونا که صحبت میکنیم، ما ترکیب اولا فکر و بازی رو تموم کنیم که در واقع الان این ارتباط تو با بازیگرا خیلی کمک کرده فیلم در بیاد. خیلی کار سختی بوده تو. کار سختی بوده به دلیل اینکه یک قصه شلوغ، یک قصه در یک مکان خاص و وابسته به یک اتفاق خاص. حالا در واقع اون وابسته به اون اتفاق خواستم شما حالا راجبه مستندگونش راجبه رو صحبت کنیم. اینا همه توی بطن قصه رفته، توی بطن قصه و اینا در اومده. یکیش اینه که خب بهار فیلمنامه خوبی داشته، بعد بازیگرا خوب نقش جا تو نقششون جا افتادن، به اینکه خوب رهبری شدن. و این نکته که تو از ارتباط گفتی، من برای همین سوال کردم آیا اگر بازیگران حرفه‌ای بودن زمان می‌ذاشتیم ما برای این کارا، خودت و اونا تو این شلوغی؟ به نظر من خیلی پیچیده تر میشد. بدنی که ما شما فکر کنید تو اون گرما 80 روز ما فیلم مدری کردیم، روزی 12 تا 16 ساعت و به بی وقفه. یعنی و اون همه موقعیت های سخت پیچیده ای که خیلی ها شما مستند یعنی مستند گونه گرفتیم، یعنی با امکانات حداقلی گرفتیم. یعنی لوک فیلم درسته خیلی لوک فقیری نیست، ولی از لحاظ هزینه تولیدی واقعا با امساک و صرفه جویی و دقت و مثلا تلاش سعی شده یه چیزای کاور بشه. میدونی یعنی ما هیچ وقت ما پیست اسبانی اسبا رو در اختیار خودمون نداشتیم. ما طراحی میکردیم که چجوری اون اسبا رو بسازیم برای فیلممون. حالا اتفاقا همینجا میخوام این سوالو بکنم. ببین در آمدن مسابقه، ببین انگار که اسبا برای شما دارن مسابقه میدن و این نکته خیلی مهمیه. در حالی که الان شما حس بردید که همه رو مستند گرفت، یک فیلم بردار جوان و یک تیمی که حالا از بیرون وارد، چه چجوری هماهنگ کرده؟ خیلی کار سختیه. یه نکته که داشتیم بودش که اتفاقا خانم جیرانی و مهشید عظیمی خیلی نقش مهمی داشتن تو این پارت. به دلیل اینکه ما دو تا، یکی اینکه ما تو روزایی که میرفتیم تو اسبانی تعداد گورمون رو نصف می‌کردیم و همه سیاه می‌پوشیدیم. و چه جمعیت پوشتیم؟ برای اینکه تو جمعیت مشخص دوربین رو نگیریم. یعنی هیچ کس نه رنگدار بپوشه که به نظر برسه ما یک مثلا آدم خاصی اونجا و بعدش که رفتیم دیدیم نگرانیمون بیهوده است، چون همون حرفی که زد اینقدر اون مسابقه مهمتره که اصلا کسی تو رو نگاه نمی‌کنه. و ما کاری که می‌کردیم این بود که روز قبل که استادیوم خالیه همه پلان اون رو نقطه گذاری دقیق می‌کردیم و بعد از توی لیست در آوردیم که دو تا از کورسا رو مطمئن بودیم کیا می‌برن، که فهمیدیم که شماره آبی می‌پوشن هر دو. و من کاری کردم این بود، پس لباس یونس شد آبی و یه کلاهی بهش دادم که با مارال در واقع طراحی کردیم، که با خانم جیرانی طراحی کردیم، که در واقع 6 تا خط زبدر راه راه داشت و آدما وقتی این آبی رو می‌دیدن با اون کلاهو به صورت نگاه نمی‌کردن. و ما تمام کورسا رو از زاویه‌های متنوع با علم به این که باید بچسبیم به آبی تمرین کرده بودیم که بگیریم و گرفتیم با چند دوربین و با طراحی‌های مختلف. یه روز کامل ما 7 کورس و آبیا رو گرفتیم همه رو و نقطه گذاری کردیم و کلیک زدیم و بعد آوردیم رو میز و ما مهدی سعدی کات زدیم و خودمون هم دیگه تشخیص نمیدادیم که هیچ کدوم از این پلان‌های یونس نیست، یعنی ایمان سعید برانی نیست و شد. یعنی شد بعدش شد. یا مثلا یکی از کارهای دیگه که خیلی ترسناک بود، یه احساس پیچیده یادم به دست میآوردیم، بود که ما یه روز کامل یه تیم دوم تمام کورسا رو فیلم برداری کرد به انتظار اینکه یک نفر از اسب زمین بخوره، که پلان
زمین خوردن یونس، اون که زمین خوردام و پلانشو گرفتیم، لباس و کلاهمون آدم ازش بگیریم و خانم جهیرانی عین اونو برامون به قواره تن یونس بدوزه و حالا ما ریورس کارگردانی میکنیم. یعنی حالا یه کسی زمین خورده، ما اونو میکنیمش یونس. یعنی ما بسته های یونس رو با اون لباس ها میسازیم و زمین خوردنش رو برای که اون لحظه واقعی در بیاد. یعنی راه های اینجوری خیلی سخته. بله خیلی کار سختی میده. یا تو جمعیت تمام مدت بچه ها تو جمعیت، تو جمعیتی که هیچ کدوم از اونا هنرورای فیلم ما نبودن، ولی الان جمعیت نه نگاه میکنه نه مشکلی داره با جمعیت، انگار که جمعیت شما آورده. این خیلی مرتضی نجفی انتخاب خودت بود، تا از عنوان بهمنش در فیلم اول، حالا مرتضی نجفی. مرتضی نجفی 100% انتخاب خودم. من کجا شناختیش؟ این دستیار بوده، دستی فیلم بردار بده. واقعا مرتضی نجفی و میرسعید و ملویان دو بخشای جدای ناپذیر تو مانند، یعنی هویت تو مانند، یعنی نقش و تأثیری که گذاشتن چیز بدون جایگزینه به نظر من. یعنی نتیجه فرق میکرد در نبودشون، از دست میداد تو مانه الان یه چیزی رو اگر نبود. و نجفی رو من میشناختم سالها به دلیل اینکه با هم کار کرده بودیم، موزیک ویدیو ساخته بودم باهاش، کلی پروژه‌های مختلفی با هم کار کرده بودیم و خیلی به تسلطش به نور اعتماد و باور داشتم و به روحیه نگاه نترسش و هیچ وقت با من هیچی رو نه نگفت. یعنی همش با خونسردی میگفت حالا یک کارش میکنم. من توی داوری بعدم نیست بدونید، به حال داور فیلم بردارمون تورج اصلانی تقریبا مفصل در یک نیم ساعتی شاید بیشتر شاید در مورد مزایای فیلم برداری مرتضی نجفی صحبت کرد و من یادم نمیره، البته همه دوست داشتن، ولی خب به هر حال اون فیلم بردار بود و متخصص بود و بلد بود چجوری حرف بزنه و چجوری دفاع کنه و خیلی مسئول فیلم برداری شده بود اینا. گرچه ما فیلم برداری خیلی خوبی هم تو جشنواره داشتیم، یعنی در واقع من فکر کنم مرتضی لطفیان هم تو آتابای خوب بود. خیلی آره خوب بود. آره امینی تیرانی هم خوب بود، بهمنش همینا خوب بودن، ولی خیلی و خیلی انتخاب خوبیه و خیلی اتفاق میفته دیگه. اتفاق یا این چیه؟ گاهی وقتا برای فیلمای اتفاقی میفته، یک بازیگر میاد، یک فیلم بردار میاد که قبلش هم فکر نمیکنه و اینا اصلا همه چیز دگرگون میکنن. بعدا همش به باوره، یعنی ما تو یعنی به باور دست جمعی تعدادیمون رسیده بودیم که داره جالب میشه کار و خب دل میدادیم و وجودمون رو میذاشتیم براش. یعنی جرأتی که هست که تو 4 کادر مختلف بگیری با 4 مدل مختلف فیلم برداری کنی، یعنی استدی که بهار زومه، تابستون سویچ پنای سریه، میدونی پاییز تراکه و زمستون فیکسه. یعنی استایلی تو از اول فکر کرده بودی، استایل کارتو فکر کرد، فرم کارتو فکر کرد. بچه ها هر کدومشون یه دفترچه داشتن، یعنی آقای نجفی که بودش آوردن یه دفترچه داشتم و یه هارد که یه سری رفرنس های تصویری توش وجود داشت، یه سری بایت ها داشتیم، یه سری نبایت ها داشتیم و یه سری دفترچه داشتیم برای اینکه چه فکرهایی وحدت هر فصل قرار بود واسه خودش یک وحدت چیز داشته باشه، بصری داشته باشه که به نوعی جزیره جزیره 4 تا بشن و هر کدوم از اونها رفرنس های خودشون رو داشتن. میرسه این مولوی، کدوم صحنه ای از فیلمو خیلی دوست داری بازی تا تو این فیلم تومان؟ بازی خودمو؟ بازی خودتو. برای که میخوام اون تیکر بگم انتخاب کنن بذارن تا. آها من از بازی خودم نمیدونم کجا خوبه. دندون بی نظیر. دندون واقعا بی نظیر. دندون آره. پلی‌استیشن به نظر من خیلی سکون. من محبوب ترین در واقع صحنه خودم تو فیلم اون تیکه‌ایه که یونس توی اتاق و عزیز و همسرش وارد میشن. اونجا محبوب ترین. آره خودم نیستم. محبوب ترین اون سکانس. آره اون خیلی، چون ایمان سعدبرهانی معجزه کرده اونجا واقعا. ایمان واقعا. ایمان سعدبرهانی 3 روز از پاش استفاده نکرد. خیلی خوبه اینه. خیلی خوبه. البته نقشش هم خوب شده در قصه. خیلی خوبه ولی خب ببین مرتضی، تو
تو از سینما چی میخوای؟ تو سینما دنبال چی هستی؟ عنوان نسل متولد دهه 60 بعد از تو هم عده اومدن، ولی دهه 70 هم داری میان، ولی شما میشین نسل ما قبل دهه 70 یا دیگه. آره دیگه، چی دنبال تو چی هست؟ دنبال سینما تو چی هستی؟ میخوای حرفای مهم بزنی؟ میخوای سینمای اجتماعی رو تقویت کنی؟ میخوای گفتمان تازه‌ای بیاری؟ چی کار میخوای بکنی تو سینما؟ راستش اولا که به دلیلی که آدم فکر تصور اینو نداره که هنوز جایگاهی داره، تو خودش تنها مخاطب خودشه، یعنی مخاطب فرضیش یا خودشه یا مثلا کسایی که خیلی تحت تاثیرشونه، مثلا رابطه‌ای که ما با آقای کیارستمی و آقای پناهی و دیگران داشتیم، اونا را یا آدم داره فکر میکنه یا خودشه تو فیلم‌های اول. ولی بعدن که با نفس تماشاگری آدم می‌خوره، به نوعی می‌فهمه که چقدر تو این برخورد، یعنی دیده شدن فیلم توسط آدم ها چقدر چیز سمتت میاد، چقدر فکر سمتت میاد و چقدر جهان فیلم برای خودت هم تازه میشه، آدم یه ذره چیز میشه، یه ذره آدم احساس مسئولیتش بیشتر میشه نسبت به قدمایی که برمیداره. و ولی بیشترین چیزی که برای من داره اینه که تنها جاییه که استرابام از بین میرن، یعنی سینما تنها معنیه که هم تماشاش به عنوان مخاطب جزو معدود لحظات روز منه که خودم میسپرم بهش و میرم توی دنیایی و هم خودم یه چیزی میتونم بدون اینکه تاوانی بدم تاریکی های وجود خودم و فکرایی که دارم و تجربه های زیسته ای که آدم نمیتونه داشته باشه ولی دلش میخواد که حسش رو درک کنه رو به آدم های فیلم هم قرض میدم و میسازمشون و خود این یه جور تجربه زیستی تازه است. یعنی به نظر من اون تنها بخش هیجان انگیز زندگیمه. تو سینما میر سید مولویان اومدی به عنوان بازیگر خوبم درخشیدی، در ادامه میخوای چی میخوای تو سینما؟ چه چیزی رو میخوای به دست بیاری؟ شهرت که کمی به دست آوردی، جایزه هم احتمالاً بعداً میگیری، چی میخوای از سینما؟ من این چی میخوای برام خیلی مهمه. حقیقتش خیلی من به این سوال فکر میکنم، ولی بیشتر تو تئاتر در واقع به این سوال خیلی فکر میکردم که خب این کارا رو انجام میدم برای چی میخوام، دنبال چی میگردم. به ذرس قاطع میتونم بگم که قطعا شهرت نیست، به خاطر اینکه حالا مرتضی خیلی در جریان، من خیلی تو خونه هم کلا نمیخوام تو جمع باشم یا تو جمع بودن رو زیاد دوست ندارم در کل. این سمتی که دارم میرم و این بحثی که در دنیای بازیگری وجود داره، احساس میکنم اولین سوالش با سه نفر اتفاق افتاد برای من: ایمان صیاد برهانی، رشاد معینی و حامد رسولی. ما چهار نفر به این فکر کردیم که در دنیای بازیگری میخواییم چی کار کنیم، یعنی اصلا برای چی داریم این کار رو میکنیم، چرا 12 ساعت تمرین تئاتر انجام میدیم، چرا داریم تمرین بیان انجام میدیم، چرا اینقدر باید کتاب بخونیم، ما بازیگری میریم یا گریه میکنیم یا میخندیم تمام میشه میره. ولی نهایتا به این نتیجه رسیدم که در دنیای بازیگری، تعریفی که من از دنیای بازیگری میخوام داشته باشم و دوست دارم سمتش برم اینه که همون دنیایی که تو در خانش یک رمان تصور میکنی و یک زندگی جدید رو داری انجام میدی، در دنیای بازیگری هم همینه. ولی این زندگی جدید رو انجام دادن صرفا به خاطر یک لذت مثلا لحظه‌ای نیست که تو به جای یک کاراکتر دیگه زندگی بکنی، این انگار مقدار زیسته زندگی تو در درک آدم ها میبری بالا. من مثلا فکر میکنم با این تعداد نقشایی که در تئاتر بازی کردم، احساس میکنم که بیشتر میتونم درک بکنم که پدرم یا مادرم چی میگه، اگه توی 12 سالگی درک نمیکردم. ولی الان وقتی نقش رابرت رو توی زندگی در تئاتر بازی کردم، فهمیدم که استاد من وقتی یه روز اومد گفتش که شما میمونای مقلدید، فهمیدم یعنی چی، قشنگ فهمیدمش، دیدم که آقا راست میگه. ولی تا قبل اون من خیلی گارد داشتم که نه اشتباه داری میگی. پس احساس میکنم بیشتر برای من اینه که درک بکنم اون طیف اندکی که دور من هستن، فکر میکنم بیشتر برای درک اونا و درک فضای زندگیه. حالا تجربه های جدیدم که دیگه در رأس همش. چه تحلیل خوبی. آقای فرشپاپ، الان ما خب بحال ما در این شرط ویژه تو جامعه هستیم، تو کشور هستیم. بحال تو این شرط ویژه سینما چه نقشی میتونه بازی کنه؟ اصلا سینمای اجتماعی یا سینمای اعتراضی که اسم دیگرش هم هست، بهش اعتقاد داره؟ به سینمای اعتراضی باید داشته باشیم؟ به چی باید اعتراض کنه سینمای اعتراضی؟ خیلی راستش، یعنی فکر میکنم یه نبضی
میتونه داشته باشه در دل خودش که این نبض رو قرض بده به محیطش، به محیط زیستی آدم‌ها و تماشاچیاش. یعنی فکر می‌کنم یکی از واقعاً یکی از ایرادایی که تو خودم و هم نسلام می‌بینم یه جور یه فضای رقابتی یه ذره افراطیه که آدم‌ها، یعنی در واقع سازه این هم نسل من رو تبدیل کرده به جزیره‌های تک نفره تک نفره تک نفره. مثلا واقعاً تو من همیشه اینو می‌گفتم که واقعا مثلا موج نو از زیر زمین سینماتک آنری لانگلوات توی مثلا دهه 50 6 نفر 7 نفر آدمن کلشون، ولی سینمای دنیا رو در تاثیر قرار دادن. جریان سازیشون خیلی، یعنی من اصلا احساس میکنم که واقعا احتیاج به تدارک عجیب و غریبی نداره، ولی من احساس میکنم که این دیالوگ بین خود فیلمسازها برای اینکه یک جریانی شکل بگیره به نظرم وجود نداره. و به همین دلیل چرا وجود نداره؟ به نظر من به دلیل، یعنی مثلا من خودم همیشه فکر میکردم که واقعا فیلمسازان روشنفکران مسلمونی که توی بعد از انقلاب خیلی آشنا هستن، خیلی تو میبینی که یک حمایتی، انگاری که یک تشکل فکری پشتش وجود داره. آقای میرکریمی، آقای تبریزی، آقای آدمکیا، آقای مجیدی، آدم و اینا اصلا احساس می‌کنم و یه جور حمایت مدامی از همدیگه برای اینکه پروژه‌هایشون رونق پیدا کنه، بهترین شکل ممکن لانسه بشه. ولی این فضا توی فضای سینمای اجتماعی اعتراضی ما هیچ وقت به وجود نیومده. انگاری همه دنبال اینن که قهرمانای تک نفره سینماشون باشن. و من یعنی اتحادی این طرف وجود نداره، در حالی که اونجا یک اتحادی وجود داره بینشون. کاملا اینجا اتحادی بین این نسلی که حالا این سینمای اعتراضی عرفی رو رو انداختن، در صورتی که آره این اتحاد فکری وجود داره بین اونا تبدیل به یک جریانن، این طرف جریان نیست. بله. این طرف فردیت مهمه. انگاری که این مرامنامه‌ای در این سمت وجود داره که اینور نیست. یعنی آدم احساس میکنه که انگاری که اینجا یه فضای رقابتیه، که مثلا انگاری که هنر مثلا یه چیزی مثل ورزشه. انگاری که اگه مثلا اون مدال طلا بگیره تو باید نقره میشی، مثلا انگاری تکواندو. یعنی فضا رقابتیه که آدم احساس میکنه که موفقیت دیگری برای یک همکارت به معنی یک اتفاق خوشحال کننده نیست. و این اتفاقیه که به نظر من فاصله ها رو زیاد کرده، ارتباط ها قطع شده و خیلی از موقعیت هایی که میشه واقعا 5-6 تا فیلمساز در کنار هم کار بکنم و بتونم برن جلو و تاثیرهای خیلی عظیمتری بذارن، متاسفانه همه مجبورن انفرادی با عرق ریزون چندین برابر و از موانعی بسیار پیچیده تری با اعتبار کمتری عبور کنن. میدونی؟ من فکر میکنم این ایراد هست. باید تحلیل چیزیه، یعنی تحلیل جدیدیه، یعنی که اونها یه تشکل واحد و راهنمون چیز دارن، یعنی مرامنامه دارن، و این طرف نسلی که در واقع حالا رو سینمای عرفی کار میکنه، حالا یعنی بچه‌ای که به حال از این چیز دارن، اینا در واقع ندارن در واقع قضیه رو. میر سعید مولویان، اومدی و خوب اومدی تو نسل قبل‌ترت، اگر بخوای یه بازیگر و یه بازی از نسل سینمای ایران که روی تو سینما رو تاثیر گذاشته، کی رو میگی؟ کدوم بازی رو میگی؟ کدوم فیلم رو میگی؟ کدوم بازیگر میگی؟ یه دونه باید انتخاب کنم. دو سه تا بده. نه من تا در واقع دو سال پیش من فیلمای آقای وثوقی رو نگاه نمی‌کردم، چون تصورم یه چیز عجیب غریب بود، فقط به زن و به رقص و یه سری چیزای این شکلی بود. چه تصورات درست بود؟ نمی‌دونم، چون واقعا سواد سینمایی نداشتم و هر چیزی که در واقع در حوزه سینما و بازی در حوزه بازی بود برای من فیلمای، ولی من کندو بعد اینکه دیدم مثلا خیلی برام عجیب بود کندو. و ولی فیلمی که در سینما ایران خیلی 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 منو تکون داده و احساس میکنم که متلاشی کرده منو، فیلم گاو بوده. و اونجا من بازی آقای نصیریان، ولی آقای عزت الانتظامی که معجزه است، اصلا شکی درش نیست، ولی آقای نصیریان یک نبودی رو داره در اون
در اون یک نهستیه تو اون فیلم که وجودش اگه در بیاری آقای نصیریان اصلا دیگه فیلم انگار فیلم نیست، فیلم گاف فیلم نیست. یعنی مغز فکریه مش اسلام، مغز اصلی بره. فکریه قصه گاف. احساس میکنم اونجا خیلی دقیق آقای نصیریان. عجیبه فیلمات فیلمای نسل قدیمه و فیلم نسل فیلمای این نسل خودت نیست. فیلم آخه گفتید از نسل قبل خودم. از قبل خود. از نسل خودت چی؟ از نسل خودم من نویدو خیلی دوست دارم. کدوم فیلمشو؟ به غیر از 13 همه فیلماشو دوست دارم نویدو. آره. و فکر میکنم که نوید واقعا بازیگر عجیب و باهوشیه و خیلی میدونه در حوزه، یعنی خیلی بلده اجرا بکنه. نوید یک پرفورمر خیلی آگاه، خیلی داناست و خیلی تیزهوشه و خیلی دوستش دارم و آره نویدو خیلی دوست دارم. ممیزی تو چرا مشکل شدی برای پروانه نمایش؟ ممیزی بله. الان چیزی نسخه که ما به نسبت جشنواره دیدیم چیزی تغییر کرده توی نسخه؟ بله. زیاد تغییر کرده یا کم تغییر کرده؟ اینا خیلی چون نسبی هم برای من همون یک کمش هم زیاده و دلیل به نظرم خیلی زیاد میاد، ولی ممکنه کسی دیگه ببینه به نظرش بیاد که نه یه روند عادیه، ولی برای من خیلی هم سخت بود هم دلهره آور. به دلیل اینکه فیلم آسون دریافت نمیشه و همین جوریش هم در واقع با برش پیچیده تر بشه دیگه ممکنه الکن بشه و خب آدم هم وقتی ازش زمان میگذره ارتباط خود آدم هم اون تسلط رو نداره، بعد از مدت ها بخوای بیفتی به جون فیلمه همش نگرانی که اون آدمه نیستی و ممکنه یه صدمه بزنی. به همین دلیل خیلی پروسه سخت و رنجاوری بود، ولی خب هر کاری از دستمون برمی اومد با آقای سعدی سعی کردیم بکنیم که برای رفع سوء تفاهم ها و خیلی همراهی هم شد و بخشی از چیزا تونستیم که برگردونیمش. آقای سعدی تکوند خوبی بود؟ کم نظیرن. آقای سعدی هم انسان خیلی شریفی هم، یعنی بی دغدغه، واقعا بی دغدغه از لحاظ جزئیات مالی بچه هم خود عوامل هم خود ما، چون بخشی از سرمایه فیلم هم در واقع بله و خیلی و همیشه آقای سعدی بخوان حاضر باشن که با من کار بکنن آرزو میکنه باشون کار کنن. خب چند تا سال آخر دارم که ما همیشه میپرسیم که بدونیم یه مقداری. یکی این که ما میخوام از تو مرد سفرش رو یک رمانی که خوندی آخر سر و دوست داشتی و توصیه کنی دیگران بخونن چه رمانیه، یا اصلا رمان نه یک کتابی خوندی که خیلی کتاب خوبی بوده ما میخوام یه وادار کنیم یه سری آدم ها اگه بوده نه وادار کنیم پیشنهاد بدیم که مثلا مرتضی فرشتابی رو خونده و دوستان دیگه اگه بخونن بد نیست. همین سوال هم از میرسعید مولویان هم دارم. من الان تنهایی الیزابت رو دارم میخونم برای ویلیام ترور و میاد در لجن رو خیلی دوست داشتم. الان چون درگیر پروژه آقای سالس هستم خب خیلی سهراب شهید سالس و پورتره‌شون رو میخوام بسازم. آه یه مستند میخوام بسازیم؟ نه داستانی. داستانی؟ بله. چه خوب؟ بله و خیلی دیگه درگیرشم همش دارم رو کانسپت های هنرمنده و آرتیست های مهاجر رو یا اصلا ایده تبعیدی بودن، ایده در تبعید گذراندن، در غربت گذراندن و اسم تمام... فیلم چیه؟ اسم فیلمی که قرار بسازم؟ فعلا هست تو در تهران هیچ ندیدی هیچ. میدونی چرا مهاجرت کرد؟ بله. الان فیلمنامه‌شو آقای مصطفوی، فرید مصطفوی، ایشون 4 سال 5 ساله قبل از اینکه اصلا من استارت بزنم پروژه رو رو آقای سالس داشتن کار میکردن. همینطوری من اصلا رفتم با یه دریایی از اطلاعات رو برشدم تو شروع کار. هنوز هم دارم میدونم که پا به پاشون بتونم برم. خیلی رو این کار کرد. یعنی ما با حدود مثلا 80 نفر 90 نفر حرف زدیم از آدم های مختلف و به دلیل اینکه ایشون خیلی آقای سالس خیلی زندگی داشتن که با هر آدمی مختصات رابطه اون آدم رو میساختن، به همین دلیل ممکنه این دو تا دوست خیلی نزدیک داشته باشه که اون آدم یه تصوری داشته باشه از سهراب که اون آدم اصلا هیچ ربطی نداره تصورش از سهراب. یعنی انگاری که سهراب جایزه چند تا آدم و ترک کردنش از ایران
چهار تا دلیل کنار هم دیگه است. یعنی یک فیلمی داشتم کار میکردم به اسم قرنطینه که روز سوم فیلمبرداری با آقای صیاد داشتن کار میکردن، کانون پیش رو، سینماگران پیش رو با آقای بهرولان فیلمبرداری میکردن. روز سوم فیلمبرداری رازی تو پرورشگاه، مسئول پرورشگاه اونجا در واقع اون آدم متوقف میکنه پروژه رو. یکی اینه. دو، یه گفتگویی که آقای ثابتی توی جلسه ای در وزارت فرهنگ و هنر داشتن صحبت میکردن که یه اشاره‌ای میکنن. ثابتی منظور مسئول سواکه. بله. که اشاره‌ای میکنن که راجع به چند تا رفرنس میدن که یکیش، چون آقای سالس هم اونجا تشریف نداشتن، ولی یکیش در واقع به نظر میرسه که مربوط بوده به آقای سالس. یعنی ما میدونیم ما شما داریم برای فستیوال‌های خارجی مثلا فیلم کار میکنین و خوش رخصی میکنین و اینا، نماد و فلان. و این دوتا سومی زندگی شخصیشونه با همسرشون که یکی از دلایل خیلی پررنگه که در تنش و جدایی بودن. و چهارمیش پیشنهاد ساخت فیلمه در آلمانه که ایشون وقتی که اومده بودن تهران قرارداد ساخت فیلمی در آلمان رو که اسمش در غربته که جز بهترین فیلماشونه بسته بودن و رفتن برای اون فیلم و دیگه برنگشت. یه شهید سال اسمی میدون؟ فیلم در غربت رو ندیدم ولی در واقع طبیعت بیجان دیدم ازش. بعد بیشم پیش شما یه اتفاق سال شما بگوید کی خوبه بازی کنه نقششون رو؟ الان حضور ذهن ندارم ولی خیلی جالبه آقای شهید سال اسم با جشنواره دوم 52 با یک اتفاق ساده مطرح شد و سه سال بعد در غربت اینا بود و بکنم جشنواره ششم فیلمایی بود که توی آلمان ساخته بود، یعنی 56. بله بله، دو تا فیلم با هم داشت. آره دو تا فیلم داشت. آره بلوغ داشت. آره و اون دوتا رو ما تو جشنواره ششم به عنوان جشنواره جشنواره و فیلمسازی که تو خارج از کشور کار کرده، یعنی فاصله 52 تا 56 4 ساله. بله گزارش اینور تو بخش مثلا آره مسابقه بود جشنواره جشنواره. آره مسابقه بود. خب من سال تو رمانی که پیشنهاد می‌کنی بچه‌ها بخونن چی؟ من الان آخرین چیزی که در واقع درگیرش بودم دو تا، یکی وقتی بچه یتیم بودیم کازویشی گورو و یه شرلی جکسون هم یه کتابی داره به اسم همراه من بیا. این دو تا کتابایی که من خیلی دوست داشتم. آره شرلی جکسون مخصوصا خیلی بسیار خوب. من یک سال یادم از پرشا بپرسم، فیلم تومان هیچ ربطی به کیارستمی نداره و تو اولین کار سینما رو با کیارستمی شروع کردی در کلاس کارنامه. چرا اصلا رفتی کلاس کارنامه و کیارستمی؟ تومان فیلم اصلا نمیگم کیارستمی، یعنی نشانه های کیارستمی نه، حتی من توی تومان نمیبینم. تو میتونی بگی نشانه های کیارستمی چیه؟ یعنی الان اینه که تومان چرا به اون بی ارتباطه یا چی شد که نه چی شد رفتی کلاس کیارستمی دار؟ والا از خوش حادثه میگم، این در واقع شهر گنبد یکی از دلایلی که اینقدر من تو گنبد بودتونیم به دنیا اومدی؟ خوشم میاد که اسمش رو، پدرم البته ترک تبریز هستن و مادرم هم در واقع تهران به دنیا اومدم ولی اونجا در واقع من به دنیا اومدم. این تبریز خیلی مهمه، تبریز هم در انقلاب مشروطه مهم بوده، هم در همه جا مهم بوده تبریز. و از اون مهمتر اینه که پدر من خیلی خیلی برام مهمه، یعنی یه ترکیب دوتا مهم با هم آدم استثنائی. پدر آدم که خیلی مهمه، پدر شما هم مهمه ولی پدر شما تبریزی هم بوده، تبریز هم مهمه. خیلی مهمه. و آقای کیارستمی اونجا می‌خواستن یه فیلم کار بکنن. تو تبریز؟ نه، توی گنبد. آره. اسمش بود توی، به زبان ترکمنی میشه عروسی. خیلی هم واسه جالبی داشت که اصلا خیلی جالب بود و اونم چهار فصل بود. قصه بی ارتباطه به این فیلم ولی اون یه استاتیک چهار فصل داشت و من فقط بلد راه بودم که براشون راه رو نشون میدادم و ایشون گفتن که بیاین ورکشاپ کارنامه و من رفتم اونجا و کم کم دیگه هی در همکاری باشون. تو اون فیلم سوگ از توش در اومد دیگه. بله. بله. یه خانمی با همکاری کرده تو اون فیلم. بله. اصلا بیش از همکاری، یعنی 50% از اون فیلم. میگم یه ذره بی‌رحمانه اسم من تنها خانم آنایتای قزوینی زاده. بله. یکی از استعدادهای درخشان سینما ایرانه که یه فیلم بلندم در شیکاگو ساخته، الان تگزاس زندگی میکنه، درس سینما میده، تا مقطع دکتراش رو رفته برای سینما و یک
به قول یک نابغه نوشتن و ساختن فیلمه. این ورکشاپ کیارستمی چیزی به تو داد که تو این سینمایی که بعداً رفتی استفاده کنی؟ بله. یکی این که محکومی به کار کردن و خروجی داشتن اگر میخوای اظهار نظری داشته باشی. یعنی گفتم بعد فیلم بسید، تنها راه یاد گرفتن فیلم ساختن، فیلم ساختنه. هیچ راه دیگه ای نداره. آدم نه با فیلم دیدن میتونه فیلم ساز بشه. و میگفتن نه با تئوری بافتن، نه با درسشو خوندن. گفتم بعد بکنی ببینی که تو چی توش. یکی این یعنی خیلی نمیذاره، چون من عاشق حرف زدن و سینما و خیلی من قطع میکردن همش، بودن اینا نیست، برو خودتو پیدا. یعنی اینش خیلی به نظرم کلیدی بود. و دو اینکه جرأت اینکه نرم لزوماً تعهدی به رعایتش نداشته باشی. یعنی یه روحیه اکستریم رو من ازشون قرض گرفتم. درسته تو ما بی ربطه، ولی یعنی خود من مدیون آقای کیارستمی هم بابت اینکه یه روحیه‌ای رو به الهام بخش بوده از ایشون، برام که سعی کنم که نترسم مثلا یه جاه طلبی فرمال هم داشته باشه، چون ایشون خیلی فیلمساز فرمالیستی هست. یعنی برخلاف این چیزی که به نظر میاد که همه میگن خیلی سینمای انسانی و رئالیستی، ایشون خیلی فرمالیست دقیقی هست و خیلی نظم فرمی دارن که فرمای جاه طلبانه دارن که دیگه میرسه به شیرین دیگه، دیگه نهایت جاه طلبی. اون رویهشون خیلی رو من خب من آخرین سوال از تو میکنم میرسید کنه. ببین تو در اولین فیلمت موفق شدی، کاندیدا شدی، مطرح شدی و الان هر کم بخواد از بازی تو صحبت کنه الان به عنوان بازیگری هستی که پشتوانه تئاتر رو این فیلم میتوانی در سینما کارت ادامه بدی. یه نسلی الان داره میره کلاس های بازیگری، یه نسلی مثل تو هستن علاقمندن که بازیگر بشن. توصیت به این نسل چیه؟ من احساس میکنم که توی دنیای بازیگری بزرگترین در واقع اشتباه و اون چیزی که همه رو گول زده اینه که بازیگری یه چیزی فقط مربوط به احساس. یعنی اگه تو بتونی احساسی باشی میتونی بری جلوی دوربین و هر کاری که دوست داری انجام بدی. ولی اون چیزی که ما با اون گروه چهار نفره که اسم بردم تجربه کردیم این بودش که اگر قرار باشه که احساسی بازی کنی تو، یعنی اگه قرار باشه که تکنیک نداشته باشی، اگه قرار باشه که متدهای مختلف بازیگری رو ندونی، قطعا تو یه جایی نقطه رو گذاشتی به بازی خودت. و این نقطه گذاشتنه، این که تکرار شدنه، منظورم نیست، منظورم اینه که تو هیچ چیزی جدیدی برای ارائه دادن نداری. چیزی که من میتونم پیشنهاد بکنم اینه که املایی که نوشته نشه غلطش در نمیاد قطعا. این املا صحنه تئاتر نیست، این املا پشت دوربین نیست، این املا کارهای کلاسیه و اتودهای متنوعیه که یک بازیگر باید بزنه که بلد باشه ماسکای مختلف رو جابجا بکنه، بلد باشه این ماسک رو از صورتش در بیاره، ماسک دیگر بزنه به صورتش، ولی در این حال اون منیت بازیگری رو حفظ بکنه. یعنی منیت اون کسی که داره اجرا کننده رو حفظ بکنه، بلد باشه که اجراگر باشه. پیشنهاد من به این بچه‌ها اینه که فکر نکنن با رفتن یک دوره 6 ماهه به یک آموزشگاه میتونن بازیگر بشن، چون قطعا اینجوری نیست، یقینا این نیست. بین همه اون بازیگرای موفقی که بوده در طول تاریخ سینما، چه توی ایران چه در خارج از ایران، به غیر یه عده معدود که دیگه خیلی شانس آوردن و محدود که خیلی شانس آوردن، بقیه واقعا عرق ریختن که رسیدن به اینجا. بقیه سالها تلاش کردن، سالها خوندن و تجربه کردن. ولی مهمترینش اینه که بلد باشن که اتود بزنن. اتود زدن یعنی که بیشتر از اینکه حرف بزنن، عمل کنن، شروع بکنن به اجرا کردن. اجراهای کوچیک برای جمعی 2-3 نفری، اجراهای کوچیک برای اجرای خیلی محدود، اجرای خیلی در واقع آلترناتیو، انقدر اجرا بکنن که یاد بگیرن که چجوری بلد باشن خودشون رو نفروشن به قیمتهای خیلی زیاد، خودشون رو نفروشن و بازی بکنن. خیلی متشکرم آقای میرسید مولویان، خیلی متشکرم آقای فرشباف. انشاءالله که فیلمتون در اکران بفروشه و فیلم سهراب شهید ثالث هم سریع تر شروع کنی. آقای مصفا قرار رو بازی کنن. چه خوب، چه خوب، چه خوب، چه خوب، چه خوب.
خیلی شبیه هم هست، یعنی در واقع شباهت های زیادی هم داره بچید. من اون اواخر فقط یه ضربه وز اضافه شد دیگه فکر بله. ما البته تصویری که از شهید سالیس داریم تصویر قبل از انقلاب شد، تصویر بعد از انقلاب شما اون تصویر شما روی رودکی قرمز داریم. آره ما اون تصویر داریم، تصویر دیگه ازش نداریم الان، یعنی تو ذهن نداریم. این تصویری که ما داشتیم اونه که رفت جایزه هم گرفت و بله. در واقع سر یک اتفاق ساده و جنجالی که سال جشنواره دوم بود. خیلی متشکرم از جفتتون، خیلی ممنونم. در ادامه صحبت در مورد فیلم خوب تومان، الان خانم پردیس احمدیه تنها ستاره زن فیلم مهمان ما هستند. خیلی خوش آمدید خانم. مرسی، خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. با این دوربین ما یک سلام علیکی بکنیم. سلام خدمت شما که کردم، سلام میکنم به بیننده های عزیز و امیدوارم که تو این روزای سخت واقعا حالشون خوب باشه، چه جسمی چه روحی. همه شده توصیه کن ماسک بزنن. این ماسک بزنن. واقعا ما الان در آوردیم ولی فاصله اجتماعی نه همه. ما ماسک به خاطر کار در آوردیم ولی ماسک حتما بزنن. من داشتم میومدم دم میگه دی ماسک نزدم، واقعا من خیلی دارم مجبور. بله تو خیابونم میتونم میدم تو میتونم راه میرم ماسک هم ندارم. امیدوارم همه این مسئله رعایت بکنن، اگه خودشون فکر میکنن فکر دیگران باشه ماسک بزنن. خانم احمدیه متولد چه سالی هستی؟ 1371. نسل هفتادی هستی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. تحصیلات چی؟ من موسیقی خوندم. کجا؟ لیسانس موسیقی دانشگاه گیلان. سرسری گیلان. تو بچه گیلانی؟ نه ترکم. ترک؟ تبریزی تو؟ البته از یه طرف ترکم، از یه طرف خانواده پدریم، نه خود پدرم، مشهدی حساب میشن، ولی خب مادری ترکم و خودم مراغه، اصلا به دنیا اومدم، صادر از تهرانم ولی خب متولد مراغه. زبان ترکی بلدی؟ میفهمم بیشتر ولی جای گیر کنم بخوام صحبت کنم آره میتونم. درس تو در مراغه درس خوندی یا نه؟ نه نه، اصلا تا به دنیا اومدم اومدیم تهران، میگم شناسنامه‌ام اصلا صادر از تهرانه ولی خب کی مشهدی از خانواده‌ات که ما بفهمیم؟ پدر بزرگ پدریم. پدر بزرگ یعنی پدر بزرگ خودم از سمت پدری. پس یک نسبتی مشهد داری. مشهد نمیشه نسبت نداشته نداشت. با مشهد چرا موسیقی رو انتخاب کردی؟ چون من اصلا از بچگی موسیقی کار میکردم و دنبال موسیقی بودم. ساز میزدی؟ بله سنتور. چه سازی؟ سنتور. یعنی بچگی عاشق موسیقی بودی؟ بله. تو خانوادتن کسی بود که عاشق موسیقی بود؟ خانواده مادریم خیلی اهل هنر بودن، پدر بزرگم و داییام. داییام سنتور میزدن، پدر بزرگم تار میزد. خب موقعی که موسیقی میرفتی سینما میرفتی؟ نه اصلا خیلی اتفاقی این دوتا، یعنی باعث شد که وقتی من وارد سینما شدم دیگه از موسیقی فاصله گرفتم. ناخودآگاه تایمم انقدر که درگیر سینما شدم، با اینکه حالا کم کار کردم ولی تایمی یه جوری درگیر شدم که ساز یکم فاصله گرفتم. یعنی موقعی که ساز میزدی سینما نمیرفتی؟ میرفتم ولی دغدغه‌ام مثل بقیه، یعنی دغدغه‌ام این نبود که راجع به سینما حالا تحقیق کنم ببینم کدوم فیلم خوبه. مثل مخاطب عام خیلی معمولی. اون زمان مثلا چه فیلمی رو تاثیر گذاشت؟ مثلا چه بازیگری؟ مثلا بچگیتی میگم. بچگی رخساره رو یادمه تو سینما دیدم. چه خوب. قشنگ خاطره سینماشو یادم. شهاب حسینی، اولین فیلم شهاب حسینی. و میترا حجار رو یادم. بله همش گفتم چقدر خوشگله. بله. و خواهران. گفتی چقدر خوشگله. آره اونم آره. خواهران غریب رو دیدم تو سینمای شهر فرنگ که همون بود که آتیش گرفت بعد. بله بله. الان مامانم گفت اون سینمایی که رفتیم خواهران غریب و هفته پیش دیدیم الان آتیش گرفت. چه این یادم خاطره خاطر رو. آره. این دو تا فیلمی که رو تاثیر گذاشت. تاثیر که خاطره من از سینماست. تاثیر شبی که کنکور داشتم برای همین رشته موسیقی، برای اینکه دیگه از فضای درس فاصله بگیرم قرار شد که برم سینما که صبحش بیدار شدم و برم کنکور بدم. رفتم چه فیلمی آقای جیرن؟ فکر کنیم من شب کنکورم که میخوام استرس رو از خودم دور کنم رفتیم 7 دقیقه تا پاییز رو دیدیم. انقدر سنگین بود این فیلم و ناراحت کننده بود و در این حال فیلم خوبی بود که و این فیلم رو تاثیر گذاشت چون شب کنکور بود. قبول از فاصله از کنکور در بیای به چیز دیگه فکر کردی. کاملا تاثیرش گذاشت و منو برد. اصلا کارتون مارتون می کارتون میدیدی؟ کارتون سیندرلا، زیبای خفته، اینا رو خب همه هیچ کدوم جذابیت نداشتن. من جذابیت اونقدر نه، اونقدر رویاسازی با کارتون نمیکنم، اونقدر اهل انیمیشن نبودم و هنوزم
اونقدری که بقیه دوستام یا خواهرم هست من نه. رویاسازی با چی میکردی؟ با موسیقی؟ با موسیقی. اصلا یه عالم دیگه ای برای خودم با موسیقی میساختم. وقتی سنتور میزدی مثلا ترانه‌های مورد علاقه داشتی؟ بله. البته من چون ردیف میزدم قطعه خب نمیدونم شاید قطعه‌های معروفی نباشه، مثلا چارمز را با آقای پایور یا مثلا خزان مشکاتیان، اینا خب قطعه‌ای بود که من اصلا وقتی که حالم بد بود من تو هر شرایطی به موسیقی پناه میبردم و میبرم هنوز هم. آره اینا رو میزدم. تنها بچه خانوادی؟ جا؟ تنها بچه خانوادی؟ نه دارم، دوتا خواهر دارم. من وسطی هم، یه خواهر بزرگتر دارم و با اختلاف 18-19 سال یه خواهر کوچیکتر دارم. اونا نیومدن سینما؟ نه کوچیکه که حالا هنوز کوچیکه، نمیدونم. کوچیکه بزرگه؟ نه عکاسه. عکاسه؟ بله. تو فقط اومدی سینما. پدر راضی بود بیای سینما؟ پدرم عمرش نرسید به اونجا که ببینه من وارد سینما شدم، ولی من خیلی جالبه، یعنی سرنوشتم انگار بود، چون مثلا من 7 سالم بود رفتم پودر بانو رو مثلا تو خیابون منو دیدن، یادمه به مامانم گفتن یه شماره یه آقایی داد و گفت. کی تو خیابون تو رو دید؟ یه آقایی دستیار کارگردان بود. امیت اتفاقی؟ امیر افشار بود اسمش، الانم مثلا نمیدونم چیکار. اتفاقی تو رو دیدن تو خیابون دم پارک ملت؟ من رفتم با مادرت داشتی میرفتی؟ چند سالت بود؟ 7 سالم بود. چه خوب؟ تیزر پودر بانو رو بازی کردم که خیلی دوست دارم تیزره رو پیدا کنم، پیداش نمی کنم. بعد دیگه گذشت. این اولین بار که رفتی جلوی دوربین تیزر پودر بانو بود. کجا رفتی جلوی دوربین؟ یادم نیست. یادمه که دفترشون توی خیابون روانپور جردن بود که یه سرش هم میخوره تو ولیعصر. هنوز وقتی از اونجا رد میشم یادم میافتم. اسم روانپور یادم مونده. ولی اصلا یادم نیست چیز بیشتری. که کجا رفتیم اطراف شهر فیلم برداری کردیم، لباسای سفید تنمون بود. چند روز رفتی فیلم برداری؟ یه روز. یه روز خودت دیدی اون تیزر رو؟ پخش میشد تلویزیون. بله. این بعد از اون اصلا دیگه اتفاقی نیفتاد تا 15 سالگی که دوباره آقای نعمت الله منو یه جایی دیدن از طریق آشنایی، بازم یادم نیست که کجا بودیم، یه دوست خانوادگی داشتیم خیلی مثلا اتفاقی. بعدن یک سال بعد از این دیدار گفتن که اون دختره رو میاد دوتا سکانس بازی کنه که من دیدمه، چون اون سنی میخواستم من 15 سال. که من رفتم دفتر رو صحبت کردیم، آقای نعمت الله با هم راجع به نقشه صحبت کرد، نقش دختر شقایق فرانی دوتا سکانس بود و رفتم جلوی دوربین، هیچ استرسی هم نداشتم، خیلی راحت و آروم و دستمزد گرفتم، پول دادن به هم. چه خوب. 4 روز طرف مقلد شیطان؟ مقلد شیطان من افشین صادقی. آره آره افشین صادقی رفت جلوی دوربین با شقایق فرهانی. با شقایق فرهانی ساره برایت اونجا بود؟ بله. تو باش بازی داشتی نه؟ من نه، ولی پشت صحنه دیدمشون سر تست لباس و تست گیریم و اینا، من با مامانم میرفتم ایشونم بودن دیدمشون. اون اولین اولین صحنه که بازی کردی چه صحنه؟ پشت میز تحریرم نشسته بودم، مامانم میومد خونه و منو از پشت بغل میکرد، من برمیگشتم که شقایق فرانی میومد، برمیگشتم سلام علیک میکردم. راحت بودی؟ راحت بودم. چرا دوربین راحت بودی؟ راحت بودم. استرس دوربین نداشتی؟ یه نفر اومد تو گوشم گفتش که دور از جون، نمیدونم حالا درسته که اینو بگم الان اینجا یا نه، یه نفر اومد به هم گفتش که استرس نداشته باش و فکر کن که هیچ کس اینجا آدم نیست و فقط تو آدمی. منم سعی کردم اینو خیلی خوب تصویرسازی کنم و چشامو بستم، یعنی اینجوری بودم که هیچکی اینجا نیست منم. و واقعا استرس نداشتی؟ نه. راحت با یک برداشت بود، دو برداشت بود بازی کردی؟ آره. یادمه که تعداد برداشت شب کارم بودیم، یادمه تعداد برداشت خاصی نگرفت. فیلم تو دیدی وقت رو پرده دیدی فیلم تو؟ رو پرده 4 سال بعد دیدم، فیلم توقیف شد دیگه، دبیرستانی بودم دیدم. یعنی اون سال نیومد رو؟ نه فیلم توقیف شد، منم که اصلا موسیقی رو ادامه دادم و رفتم جمعه. کنسرت هم موسیقی ادامه دادی؟ کنسرت اصلا مشغول کنسرت شدم. و کجا کنسرت دادی؟ تالار فارابی و دانشگاه هنر با یه گروه کردی. من سنتور میزدم و گروهی به اسم هرمان بود که کار کردی رو اجرا میکردیم. گروه خوبی هم بود، یه گروه خوبی بود. اتفاقا چند وقت پیش فیلماش رو پیدا کردم، بخ و کیفیتش خوب. که دیگه درگیر این کنسرت ها بودم، سال کنکورم بود همزمان. دوباره تو یک جمع دوستانه ای که اگر اشتباه نکنم علی احمدزاده اونجا بود که بعدم فیلمساز شد، اون موقع یادم یه فیلم کوتاه ساخته بود که به من نشون داد، عکس باران کوثری روش بود و من اصلا تو این فضاها نبودم. دوباره تو اون جمع یک نفر که مدیر تولید بود اسمش
محمود جوانشیر بود فکر میکنم، منو معرفی کرد به ناصر رفاعی. امتحان؟ نه، پروانه ها. پروانه ها. آره. تلفیلمو بازی کردم. از اونجا آقای داوود نژاد تو تلفیلم دیده بود؟ ندیده بودن. عکاس اون کار سجاد سپهری شکیب که آقای داوود نژاد میشه داییشون. آها. منو معرفی کردن برای کلاس هنرپیشگی. تو همش شانس آوردی، آدمو همش... تو دیدن. همش خیلی جالبه. میگم تقدیر بوده انگار، یعنی واقعا نه که بگم ناراضیم، ولی اصلا فکرشون نمی کرد. اصلا هدف من موسیقی، من عاشق موسیقی بودم هستم، ولی فکر نمی کردم شغلم بشه بازی. یه پرانتز، آوازم میخونی؟ آواز میخونم. خب رفتی کلاس هنرپیشگی؟ آره. کلاس هنرپیشگی سینما بود برای من. همونجور که اسمشم هست، آقای داوود نژاد سینما بود برای من. چند چرا؟ توضیح بده برای بقیه. به خاطر اینکه آقای داوود نژاد یه کاری با تو میکنه، برای منی که حالا دو تا فیلم بازی کرده بودم، یه تلفیلم یه سینمایی، ولی هیچ شناختی نداشتم و اصلا نمیدونستم سینما چیه. آقای داوود نژاد میاد به تو میگه که سینما زندگیه، این زندگیی که ما داریم میکنیم سینماست. تو فیلماش اینو نشون داده، با خانوادهش فیلم ساخته، با من که جز خانوادهشون نبودم کلی راجع به زندگی شخصیم تو پیش تولید صحبت کردم و من یادم مثلا 2-3 ساعت تمام من از بچگیم، کودکیم، مشکلاتم، خوبیا، خوشیا براشون تعریف کردم تا اون سنی که 19 سالم بود و به دلیل اینکه به یک درکی از من برسن. و وقتی که من اون فیلمو بازی کردم که خیلی هم دوستش دارم، اصلا یادم نبود که چیکار کردم. یعنی انقدر منو تو موقعیت قرار داده بودن که چی زندگی کنم. چی راهنماییت میگن؟ یه موضوع میدن دستت، مثلا میگن که پارتنر من تو اون فیلم پسرشون بود، علی، پسر کوچیکه، با علی راجع به یک رابطه با هم صحبت کنین. ما صحبت میکنیم، به اصطلاح اتوت میزنیم و ایشون مینویسن، یه چیز مرتبی رو مینویسن و به ما میدن و تمرین میکنیم و میریم جلوی دوربین. موضوع فضاسازی بود که قبلش اتفاق میافتاد که نمیدونم، شاید انقدر چون ایشون خیلی هم باهات صحبت نمیکنن، ولی خیلی کوتاه تو رو با چند تا جمله تو اون موقعیت میذارن و تو میری که زندگی کنی نقش یک عاشق یا حالا هر چیزی که به تو سپرده شده، اون اتفاق در میاد. و من وقتی خودم رو پرده دیدم باورم نمیشد. از اونجا نمیگم سینما رو حالا یاد گرفتم، چون هنوز راه هست، ولی از سینما خوشم اومد، یه احساسی بهش پیدا کردم، مخصوصا اینکه عوامل پشت صحنه سینما منو شناختن. کم کم به تلفنم زنگ میخورد، به من پیشنهاد کار میدادن، دعوتم میکردن و این باعث شد که خوشم اون دیده شد که رفتی خانه دختر و رفتی که خیلی تو جشنواره دیده شد. دیده شد. بله. حالا دیگه بر اساس دیدن فیلم انتخاب شدی؟ نه، راجع به خانه دختر اینطور نیست. راجع به خانه دخترم باز اتفاقه. یعنی شهرام شاه‌حسینی دنبال یه بازیگری بوده. بعد من رفته بودم یک تئاتری ببینم، تئاتر آروند دشتارای. حامد بهدادم اومده بوده یه تئاتری ببینه در سالن حافظ. از دور منو در سالن انتظار می‌بینه و احساس می‌کنه که چقدر این دختر قیافش. میپرسه از آروند که کیه؟ میگه اتفاقا این فیلم بازی کرده تو کلاس هنرپیشگی، برو ببین. منو معرفی میکنه به شهرام و میگه این دختره خوبه. و من نمیدونستم، به من زنگ زدن، من رفتم. من اواخر فیلم برداری آقای شاه‌حسینی به من گفتش که اینجوری مثلا موتور انتخاب. پس اینم اتفاقه دیگه. اینم اتفاق. چقدر اتفاق. مثلا اتفاقات جمع کنیم خیلی زیباست. اتفاقات جمع کنیم خیلی. یکی توی مهمانی، یکی یه جای دیگه. بالاخره بالاخره کلاس هنرپیشگی رو لاک قرمزی ها دیده بودن؟ بله. اونا بر اساس فیلم بله. انتخاب کرده بودن؟ بله. و خانه دخترم دیده بود. آره، من خانه دختر که به نظر من اولین فیلم از خانه دختره دیگه، بعد از کلاس نمیشه که خانه دختر. آره؟ بله. یا دیرتر خانه دختر اکران میشه؟ کلاس که به موقع اکران شد، یعنی موقع سال ساختش اکران شد. خانه دختر بله بعدش ساخته شد، ولی خب دیرتر اکران شد. بعد از لاک اکران شد، همزمان با خفگی اکران شد. آره، چون من لاک قرمز رو دیدم تو جشنواره. همون سال من تو کمیته انتخاب بودم. فیلم عجیب غریب خوبی بود، بازی خیلی خوبی بود. مثلا فیلم خیلی فیلم متفاوتی بود لاک قرمز. نقش خیلی سختی بود. خیلی. راجب نقشش توضیح بده. با یه سال اون نقش آمدی جلو، یه سال اون نقش بعد اذیتت نکرد؟ خیلی اذیتم کرد. چرا؟
این همدردی که فکر میکنم فقط بازیگرا نمیکنه، اونی که فیلمو میبینه همدردی میکنه. ما اگه از کنار خیابون رد شیم یه آدمی رو ببینیم که شرایط نابسامونی داره همدردی میکنیم. خب منم که داشتم این نقش رو بازی میکردم و بیشتر فوت پدره من رو یاد سن خودم مینداخت که در همون سن پدرم فوت شد. پدر چه سالی فوت؟ چند سالت بود؟ 84 13 14 سالم بود، وارد 14 سالگی. ای بابا. یا نجار بودن پدره. پدر منم نجار نبود ولی کار نجاری انجام میداد. خیلی فیلم لاکی قرمز تلخه. مادرت به اون مشکلات و تو تنهایی رو پای خودت. بله. تو قصه. قصه عجیبیه. واقعا تاثیر گذاشت رو درسته. تاثیر گذاشت و فکر میکنم که ادای دینم رو انجام دادم به اون سن و سال و به اون قشر خانواده ها. فکر میکنم که نتیجه خوبی داد. چون هنوز که هنوزه وقتی منو میبینن میگن لاک قرمز. آره دیگه فیلم مطرحیه. این فیلمیه که فکر کنم همه از سورایید. آخه فیلم رو تو میچرخونی فیلم رو. بله ولی خب خیلی تیم خوبی داشتیم. آره. خود سید جمال. سید جمال ستاتمی که کار اولشون هم بود. خب خیلی خودشون انقدر آدم آروم و افتاده و با آرامشی بودن. مادرت هم که چی بود؟ بازیگر پانتا پنایی. پانتا پنایی بود. بله. بله. آره. برادر کی بود؟ پسره؟ کوچولوه صدرا حقانی. آه. اونم خوب بود. خیلی اونم میخواستم اسمی ازش برده بشه. اسم اونم خیلی خوب بود. خیلی. بعد از اونم کار کرد. نمیدونم دقیقاً چه کاری. یادم نمیاد ولی در واقع تو اونجا خیلی خوب بود. جفتت اونجا خوب بودید. آره. یه بازیگر دیگه بود اونجا یادم رفت الان. مردی آقای تشکر بودن که فوت شدن. یعنی دور از جونشون در فیلم. آه. پدره بود دیگه فوت. آره. خب لاک قرمز تو رو معرفی کرد دیگه. فکر کنم بعد از اونی که اومدی خفگی دیگه درسته؟ بله. شما دیگه فکر کنم لاک قرمز رو دیدین خوشتون اومد دیگه. نه لاک قرمز خیلی من تو جشنواره تزویر همه تصویر گذاشت ندنم من. هر کی دید بهترین بازی و لاک قرمز تو بودی. و فکر میکنم تو فیلمای اول نمایش داده شد لاک قرمز. تو مسابقه اصلی نمیدونم بود. قرار بود باشه. یادتونه به منم گفتین بعدا نبود مثل اینکه تو مسابقه اصلی. تو مسابقه اصلی دو سه تا بودن که این نبود. خب اون سال خیلی عجیبی بود. هم در ایستا در قبار بود، هم عبد یک روز بود، هم من بود. آره هم من بود. یعنی اون سه تا رفتون مسابقه لاکی قرمز مون بیرون. یعنی ما تعداد فیلمای اول خیلی خوب خیلی زیاد داشتیم که موندن پشت مون. آره. خب نقش خفگی چی بود برام؟ نقش خفگی متفاوت بود برام. اولین فیلم بود که با نوید محمدزاده بازی می‌کردم. بله اولین فیلم بود که با نوید، اولین فیلم با الناز. اینجوری متفاوت بود برام که خب نقش همسر نوید رو بازی کردم و سنی بعد لاک قرمز خب میای نقشی که نوید حالا سن و سالی داره که تو میتونی همسرش رو بازی کنی و خب این یعنی که تو فقط اون دختر 16 ساله نیستی و اینش خیلی برام جذاب بود و دوستش داشتم نقش رو واقعا دوستش داشتم. یک سوال خطرناک میخوام ازت بکنم. تو هم مقابل حامد بهداد بازی کردی در خانه دختر، هم مقابل نوید محمدزاده بازی کردی در خانه. تفاوت ها جفتشون کوتاه بوده بازی هم بله خب کوتاه. بله خب اگه بخوایی تفاوت ها رو بگی جفتشون عزیزن و من هنوز بد یاد بگیرم کدوم عزیزترن؟ حامد در زندگی من جایگاه ویژه‌ای داره. حامد از همون سالی که ما خانه دختر رو بازی کردیم خیلی برادرانه، خیلی رفاقتی، خیلی خارج از سینما درس زندگی به من داد. یعنی همون توی گپ هایی که می افتاد بین فیلم برداری. خب من 23 سالم بود یادم اون موقع دوست داشتم تجربه کافه کار کردن رو داشته باشم، تجربه های این مدلی و خیلی چیزا تو زندگی به من یاد داد و جور دیگه‌ای قدردانشم همیشه و مشورت میکنم باهاش و جنس بازیگریشم خب خیلی دوست دارم. نوید هم همینطور. نوید هم به شدت بازیگر سختی کشیده و تلاشگریه که خب خیلی تلاش کرده و نتیجه تلاشش هم خدا رو شکر گرفته. اما خب حامد رو تو سالهای اخیر مخصوصا سد معبر، قصر شیرین اینا رو که میبینم واقعا بهش مثلا زنگ میزنم میگم که چیکار میکنی اصلا به ما یاد بده. خب یه تغییر خیلی ویژه. یعنی هم قصر شیرین خیلی دوست داشتی خیلی هم قصر سد معبر. قصر شیرین رو اصلا با تفاوت اصلا از تمام فیلمایی که اخیرا دیدم دوست داشتم. پختگی بازی حامد از دیدگاه من، از نگاه من واقعا قابل افتخاره. واقعا
به جفتشون خوبن دیگه. حالا باید فرصت بشه که با جفتشون، یعنی دوست دارم که حالا که یکم پخته تر شدی آره به جفتشون درست حسابی، یعنی بزیق. طولانی تر و اینا. تومان چطورش این نقش به پیشنهاد شد؟ اینو من یک سال و نیم بود که این فیلم رو وقتی کار کردم که یک سال و نیم بود در واقع بعد از خفگی برای کار نکردی؟ کار نکردم، دوست نداشتم کار کنم، پیشنهادم خیلی زیاد داشتم، خوب بود خدا رو شکر، اما من انتخاب نکردم، نه به این دلیل که اون پیشنهاد بد بود، خدافظی از سینما اصلا، یعنی خیلی زود اینجوری بودم که اوکی من دیگه کار نمی‌کنم. یه ذره دل شکسته بودم راجع به یه سری مسائل که بعد یه سال و نیم آروم گرفتم و تصمیم گرفتم که برگردم و از این فرصت استفاده کنم. این ماجرای دلشکستگی شکست عشقی که نیست؟ نه. آمدن نپرسیدم. یه ذره سختم بود کار کردن تو سینما. به نظرم خیلی سخت بود چون منم دنبالش نبودم. احساس می‌کردم وای چقدر. بعد یه ذره به خودم فرصت دادم، یه ذره مشورت شنیدم، نصیحت شنیدم و برگشتم. و با تومان برگشتم. پیشنهاد اول این نقشو خوندی، چی تو نقش دیدی؟ کوتاه ولی خوبه. خب کوتاه اما بله خوبه. من خیلی حضور برام مهم نیست توی فیلم، دوست دارم تأثیر داشته باشم و فکر میکنم توی این فیلم این اتفاق افتاده. چی تو نقش بود که برات مهم شد؟ ظرافت و زنانگی آیلین، یعنی اون بخش رو من اوکی تو فیلم شما نقش زن نوید رو بازی کردم، ولی آیلین یه خانومی داشت که از نقشایی که تا اون روز من بازی کرده بودم دور بود. گنبد رفته بودی اون موقع؟ بله. نه قبلا رفته بودی؟ نه اصلا گنبد. میشناختی زن گنبد و اون طرف رو؟ اصلا. سعی کردی بشناسی؟ رفتم اونجا با آقای فرشباف، با چند تا از دوستان آشناشون که اونجا خب از محلی های اونجا بودن، هم واسه لهجه کمک گرفتیم، هم ازشون سوال میکردم، هم خودم تو خیابون میدیدم، نوع لباس پوشیدنشون، نوع مدل زندگی هاشون در واقع آره نگاه کردم و آقای فرشباف هم خیلی کمک کردن، یعنی ما سر همه سکانس ها در واقع صحبت میکردیم با هم. من نگران لهجه‌ام بودم که زیاد شه، بد شه، خوب شه. چی راه نمایید میکرد فرشباف؟ سوالی که چون فیلم در اومده میخوام بگم. آقای فرشباف آدم هیجانی، با هیجان صحبت میکنم. راجب آیلین هم همینجوری بود، ته دلش میگفت آیلین مثلا حالا نمیخوام راجب فیلم بگم که اکران شه، تو سکانس قایق میگفت این آدم الان این اتفاق براش افتاده و صحبت میکردیم دیگه، صحبت میکردیم راجبش و سعی میکردیم کارو در بیاریم. گفتی هیجانی بود، خیلی خوب بود. خیلی آدم با هیجانیه خودش. بازیگری مقابلت خیلی خوب بازی کرده، میر سعید مولویان. هم میر سعید هم مشتبه میر سعید که بله نقش یک این فیلم بود و دروغ نگم جز نگرانی ها من بود که چون فیلمنامه رو خوندم نقش یک مطلق بود و کلن حضور داشت، اینجا بودم که وای چی قراره بشه و همون روز اول که با همدیگه رفتیم جلو دوربین مطمئن بودم که آقای فرشباف میدونه کیو انتخاب کرده و خودش این حسو داشتی جلو دوربین؟ بله. وقتی باش رفتی؟ بله. چون بعدن که فیلم دیده شد همه گفتن چه خوب بله. بازی کرده. بله. اصلا مجموعه بازیگرها به نظرم خیلی یک دست و به نظر من البته تو پیرزادم بازی کردی. بله. بعد بازی کردی، بعد تو فیلم آقای دورمیشیان بازی کردی. بعدش بود، بعدتون. بعدش ما اولین بار قرار بود تو فیلم آقای فرهادی با هم باشیم. با مشتبه فروشنده. اه. اون آخرش که نقش در واقع دختر فرید سجادی حسینی. آها. کوتاه. با پیرزاده باشین. بله، ولی تداخل داشت با لاک قرمز. یه سری تمرینا هم کردیم. رفتی تمرین کردی با آره فرهادی؟ با آقای فرهادی تمرین. چی بود؟ تمرین ها چه تجربه‌ای برات داد؟ یه ذره فضای تمرین هاشون به نظر من که با آقای داوود نژاد کار کرده بودم، این که مثلا اتود میزدیم و اینا، یه ذره نزدیک بود و اتود میزدیم بهمون میگفتن که حالا مثلا راجبه باز یه موضوعی به ما میدادن که راجبه این ما میگفت حالا این اتفاق افتاده، حالا ما راجبه حرف میزنیم، اتود میزنیم، قطعمون میکرد، روتوش میکرد. چند جلسه تمرین کردیم و بعد تداخل داشت با لاک قرمز. من دیگه نتونستی بگیری؟ من نرفتم. بعد پیرزاده اونجا بود؟ پیرزاده اونجا باش آشنا شدم. جوون بود، کوچولو بود به نظرم. خب تومان در واقع فیلمو دیدی تومانو؟ بله. نظر چیه؟ دوستش داشتم. به هر حال آدم کاری که قبول میکنه بره بازی کنه رو حتما دوست داره.
نه بعضی بازیگرا میگن کار ما دوست نداشتیم بعدش پشیمون میشن. نه فیلمی بود که آبرودار بود، فیلم خوش ساخت، آدمو خیلی خوششون اومد تو جشنواره، من خوندم و من خودم هم دوست داشتم اون تو. و بعد از تومان سرکوب دیدم رضا گورا بود. بله بله همه خوب بودین، همه بازیگرا خوب بودن. آره تو نقش خواهر کوچیکه بودی دیگه. من چون آکادمیک سینما رو دنبال نکردم، چون کلاس بازیگری نرفتم، بهترین کلاس برام اینه که بازیگری که اتفاقا هم شانس خوبی داشتم با بازیگر خوبی کار کردم واقعا. خیلی خوب بود. حامد، خانم معتمداریا، نگار باران کوسری، نگار جواهر، خیلیا، سارا بهرامی. باران کوسری توی خانه دختر سرکوب. هم خانه دختر هم خب تو سرکوب بیشتر. که اونجا اصلا من همش تو دلم میگفتم چقدر این باران باهوشه. من نمیدونستم چون از نزدیک داشتم میدیدم. خیلی شانس اینو داشتم با بازیگر خوبی کار کنم. خانم معتمداریا هم جزء همونا و هیچی، حسم اینه که نگاه کنم یاد بگیرم دیگه. به جز دیدید میخواد با کدوم بازیگری که از خانوما بازی نکردی بازی کنی؟ از خانوما، از اونایی که هنوز کارم نمیکنن هم میشه بگم. هر کی روزی مثلا دوست داشتم که با خانم سوسن تسلیمی. چه خوب. چی دیدی از سوسن تسلیمی؟ شاید وقتی دیگر. همون یکی؟ نه بازم دیدم. مادیان مل دسته؟ بازم دیدم. من خیلی حافظم. چرا تو بده. چند سالته؟ تا هفته دویدی؟ حافظم تو کتاب و فیلم میبینم میخونم، ولی باید مثلا دو سه بار بخونم، دو سه بار ببینم. و تو جوونا ترانه علی دوستی. تو جوونا؟ الان دوست داری باش بازی کنی؟ خیلی. هیچ برخوردی هم تا حالا باش نداشتم. واسه هم کلن تو بازیگر این مرد کی دوست داری مقابل شد؟ یعنی هر کی از قدیما هم بگی مهم نیست. آقای شکیبایی خیلی. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. چند شب پیش خوابشون هم دیدم، چند هفته پیش. آقای نصیریان رو دوست داشتم که برآورده شد آرزوم. و دوست دارم دوباره با حامد بهداد هم بازیشم تو فرصت بهتر، جوندارتر، جای بازی بیشتر، قشنگ حسابی با حامد بهداد. تو فیلمایی که اخیراً دیدی ایرانی چه فیلمی دوست داشتی که فیلمو دوست داشتی بازیگر نه؟ گفتم قصر شیرین. به جز بازیگر کلاً فیلمم دوست داشتم. فیلم دوست داشتی؟ کتاب می‌خونی؟ بله. آخرین کتابی که خوندی چیه؟ الان دارم خیلی وقته که با رمان خاصی نتونستم پیدا کنم که چی بخونم که الان به درد حال الانم بخوره. کتابی سالینجر رو دارم مرور میکنم. فرنیوزویی چند هفته پیش بالا بلندتر از هر بلند بالایی رو خوندم ازش دوباره. و کتاب جدیدی که دست گرفته باشم کتاب سر کلاس با عباس کیارستمیه که یه دوستی به من هدیه داد و عجب کتاب خوبیه. پیشنهادش میکنم. آره. پیشنهاد میکنه خیلی خوبه. و فیلم خارجیش؟ درگیر سریال خارجی آدم میشه، فیلم کمتر میبینه. خوبه. سریال خارجی چی دیدی؟ دارکو دیدم. زیاد دیدم، خیلی زیاد دیدم. چند تا با آن شرلی رو نشستم مثلا دیدم واسه تفریح. مدتی از موسیقی جدا شدی دیگه، درسته؟ جدا هیچ وقت به اون صورت نمیشم. آواز همیشه پیوند منه با موسیقی، چون هر روز آواز میخونم. تو فیلم آقای فرشباف هم آواز خوندم، ولی نمیدونم اونقدر فکر نمیکنم اونقدر واضحه. یادم نمیاد سنه، ولی نمیدونم همینجا که تو تپه نشستی. آره. دست به ساز کمتر میشم. پارسال کمانچه دست گرفتم، ولی خب دوباره رفتم سر کار آقای مهرجویی و نشد. که لامینور یادم بپرسم اونجا مثل که ساز میزنی دیگه؟ آره دیگه تمرین گیتار کردم اونجا. گیتار؟ بله. آواز هم میخونی اونجا؟ نه به اون صورت. ولی بیشتر چیزه لامینور من ذکران نشده که من نهیدم، ولی انشالله که اکران عید قرار بود بشیم که کرونا شد دیگه. انشالله که میشه و اونجا هم ساز بزنیم. خب توی ترانه‌های جدید که جدیدی ها میخونن، نه قدیم یا دلکش اینا که منم دوست دارم، نه از این ترانه جدیدی که بخوایی معرفی کنی و اصلا اون آهنگسازهای جدید کی رو معرفی میکنی؟ این چه ترانه‌ای دوست داری؟ من خیلی موزیکای مختلفی گوش میدم. علی زنده وکیل رو تو موسیقی سنتی دوستش دارم، بعد از همایون شجریان، یعنی قطعا اول همایون. علی زنده وکیل رو دوستش دارم، گوش میدم. یه موزیکم به اسم رفیق فکرم اخیراً داد بیرون که خیلی خوشگل بود، خیلی قشنگ.
خوشگل. از این گروه های جوونم سیریا بند که جنوبی هن، داماهی که خب جایگاه خودشو داره هستن. چون میخوام بگم نسل جدیدی چقدر اتفاق افتاده توشون؟ آخه من خب انقدر که مثلا این موسیقی قدیمی و مثلا آقای شجریان انقدر برام موزیکاش، موزیک روزم میتونه باشه حتی، که خب فکر نمیکنم نسل جدید واقعا، چون خب من یه پیوندی با موسیقی سنتی داشتم و میتونم مثلا فکر نمیکنم نسل جدید بتونن. نمیشه گفت نسل جدید. آخه ببین، آخه نسل جدید هم باید موسیقی داشته باشه، خواننده داشته باشه، آهنگساز داشته باشه. چون من زیاد اطلاع ندارم، میخوام از تو بپرسم که تو موسیقی حسن همین داماهی و اینا فکر میکنم خیلی، بمرانی، داماهی، این گروه های جدید فکر میکنم خیلی دوست دارم. چون من بیشتر آهنگسازی جدیدی که میشناسم اینا که تو سریال ها میخونن و آره خب من اونا رو خیلی سریال ها میخونن، همینا رو من میشناسم در واقع. نسل جدید اونا رو گوش میدن، اینو میدونم. آره آره، ولی من خیلی آره. خب بازیگر شدی، چهره معروفی هستی، الان تو بورس انتخاب هستی، یک نسلی تو بورس انتخاب که نیستم البته. چرا هستی؟ ولی حالا یه سری بازیگر جوان دارن میان بازی میخوان بکنن، تو عنوان نسل خودت که با اونا فاصله ای هم نداری، چی توصیه میکنی؟ استقبال میکنم ازشون اول. چی توصیه میکنی؟ چی کار کنن؟ تو اتفاقی همه جا تو رو دیدن. آره برای اونا اتفاقی میشه. خیلی سوال سختیه واقعا. خیلی مثلا من دایرکت میخونم که ما میخوایم بازیگر شیم چی کار کنیم. من نمیتونم پیشنهادی بهشون بدم. آدم بگه که برین کلاس بازیگری که خب خوبه که یاد بگیرین، ولی خب معلوم نیستش که، در واقع مهره های بزرگتری هستن برای اینکه اجازه بدم به تو اینکه وارد سینما بشی. و من این بحث رو یه جای دیگه قبلا کرده بودم، اتفاقا من خیلی استقبال میکنم از اینکه چهره جدید وارد شه، چون مثلا ما یه نسلی داشتیم، نسل همین باران، اینا ترانه، باران، نگار، پگاه، اینا همه با هم داشتن جلو میرفتن و همشون خوب بودن، یه رقابت سالمی هم بینشون بود. نسل ما یه ذره احساس میکنم که باید بهش پرداخته بشه و یه ذره به اطمینان سرمایه گذارا که الان خیلی دخیلن در انتخاب، بیشتر دنبال اینن که بازیگری رو بذارن که خب پولشون برگرده به سینما و حاضر نیستن که من پردیس احمدیه رو به عنوان نقشه یکه دختر 28-9 ساله‌ای که سن خودمه برم یه فیلمی رو بازی کنم، به خاطر اینکه فکر میکنن شاید پردیس چهره کامل نیست. چهره هست بین سینمایی، ولی مردم اونقدر براشون هنوز پردیس احمدیه چهره ای نیستش که براش سر و دست بهش کنن. ولی من احساس میکنم اتفاقا باید به این فکر کنن که مخاطب، خیلی شعور مخاطب راجب فیلم دیدن نسبت به گذشته ها پیشرفت داشته و دیگه فیلم خوب میفروشه. دیگه فکر میکنم که معدودن بازیگرایی که بفروش باشن. بله نوید محمدزاده بفروشه، میفروشه فیلماش، هم فیلماش خوبه، هم درجه یکه، حامد بهتر، بله. ولی خیلی نمیدونم، حالا این دیدگاه منه، این تفسیر منه، این نگاهیه که من الان تو این سن دارم. شاید دو سال دیگه دوباره بشینم توی مصاحبه‌ای و این تفسیر رو اصلا ردش کنم، چون آدمیزاد چیزی که مشاهده میکنه رو میبینه. این مشاهده من و فکر میکنم که اونا دخیلن واقعا تو این قضیه که این فرصت رو به ما بدن که ما هم نسل جدید رو استخوندار و خیلی محکمتر، یعنی یه ذره از اونجایی که جامعه ما تقریبا هیچیش سر جاش نیست، خیلی چیزاش سر جاش نیست، ما خب این به سینمامون هم قطعا کشیده میشه که بود فرهنگی ماه. ولی خب من دارم در 28 سالگی که میتونم نقش یک دختر 28 ساله رو بازی کنم، بیشتر پیشنهاداتی دارم مبنا بر سن 20 سالگی که حالا بازی کنم 16 سالگی، 17 سالگی. سن سینمایی فرق میکنه. بله. یک آدم 28 ساله معمولا نقش 20 ساله رو بازی میکنه. بعد هی همینجوری میره جلو. آره ببین بخشه، چون سینما سن رو کوچیک میکنه. بله. بالا نمیبره. سینما هم اینطوریه. به همین دلیل که ما همیشه سوال میکردیم چرا مثلا پل نیومن نقش جوان مثلا 30 ساله رو بازی میکنه، در حالی که مثلا آدم 45 ساله ایه. بعد دیدیم که سینما در واقع سنا رو پایین میاره، سینما سنا رو بالا نمیاره. تو الان 28 ساله، وقتی تو سینما بیایی میشی 20 ساله. 20 ساله. این ویژگی خوبی هم هست. آره میشه که خوبی. من آره میگم این خوبه، ولی یه موقعی هست من فکر میکنم بازیگر صورتش یکی از ابزاراشه دیگه. یعنی فکر میکنم تو با توجه به اون تجربه زیستی که داری، با توجه به اینکه 28 سالته و داری زندگی میکنی، شاید اگه
نقش دختر 28 ساله به تو بدن، چون داری تو اون سن زندگیش میکنی و همچنان داری مشاهده میکنی و تجربهش میکنی، خیلی قشنگ بتونی اون حس رو به مخاطب، یعنی یه جوری از چشمات و از حس درونیت کمک بگیری و اینو مخاطب بپذیره که تو همون 28 سالته، با اینکه شاید بیبی فیس باشی مثل من که مثلا میرم 20 ساله بازی میکنم، که مخاطب اصلا یادش بره تو چند سالته، چون تو داری واقعیت رو براش به نمایش میذاری. خیلی ممنونم پردیس جان. مرسی از شما. خیلی متشکرم. ممنون از شما. آرزوی موفقیت دارم. به هر حال فیلم داری الان که اکران میشه، لامینور و مجبوریم کردا تا با. امیدوارم یکی زودتر که به هر حال امکان داره هر دو با هم یا با فاصله اکرانشن و ما بازی خوبی تو رو ببینیم. خیلی ممنونم از دعوتتون که گفتگو خوبی بود. مرسی. خیلی ممنونم. از بینندگان عزیز که برنامه ما رو دیدن متشکرم. شب بخیر.